عرض درود و احترام دارم خدمت تمامی همکاران و مهمانان گرامی و عزیزانی که بیننده ما هستند از لایو یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. امروز 20 مهر 1401 برابر با 12 اکتبر 2022 در خدمت شما هستیم با جلسه ویژه هماندیشی کمیته دفاع از حقوق زنان و با موضوع حق اعتراض رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت، که در واقع این بحث رو با مهمان عزیز جلسه‌مون جناب آقای دکتر علی صدارت آغاز خواهیم کرد. در ابتدا من از جناب آقای صدارت خواهش میکنم که یک مقدمه‌ای داشته باشیم در مورد این موضوعی که انتخاب شده برای بررسی، و بعد از صحبت‌های مقدماتی جناب آقای صدارت از دوستان خواهش میکنم که حالا با توجه به این موضوع نظرات خودشون رو مطرح کنن و به این گونه تبادل نظرها شکل بگیره. فقط دوستان عزیز در ابتدا عرض کنم که تایم رو سه دقیقه رو در نظر بگیرید که فرصت برای صحبت همه عزیزان باشه. ممنونم از همگی شما. مایک در خدمت شما جناب آقای صدارت. خیلی خوش اومدین، بفرمایید، خواهش می‌کنم. ممنونم خانم بیژندی. من چقدر فرصت دارم برای مقدمه؟ تا 10 دقیقه میشنویم شما. کمه آقای صدارت. حالا بریم ببینیم چطوری میشه. سعی میکنم در همون 10 دقیقه بگنجونمش که بیشتر به سوال و جواب رو بپردازیم. متشکرم. عرض کنم که عرض سلام دارم خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم. امروز 20 مهر 1401 دوازدهم ماه اکتبر 2022 چهارشنبه هستش که در خدمت شما عزیزان در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هستم. خیلی خیلی سپاسگزارم از دعوتتون. امروز روز 26 هستش که جنبش خودجوشی که میره هرچه فراگیرتر بشه بعد از قتل دولتی شهید مهسا امینی داره ادامه پیدا میکنه و هرچی که میگذره بر ابعادش داره خوشبختانه گسترده تر میشه. این باعث بسیار خوشحالی هست. از دید من ما در دوران گذار بوده این مدت هاست که هستیم، ولی رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم شتابگیرتر میشه و داریم به اون نزدیکتر میشیم. در نتیجه وقتی که اینطور بشه یک قانون اساسی دیگه ای خواهیم داشت. اشتباهی که سال 88 کردیم که گفته شد قانون اساسی خط قرمز رو، اونو به هیچ وجه نمیپذیریم. الان گفتمان جنبش حق اعمال حق حاکمیت هست، نه اینکه یه مهره از این رژیم بره یه مهره دیگه بیاد. حالا کی تصمیم بگیره؟ رژیم تصمیم بگیره یا مردم؟ بلکه به قول شعارهای کف خیابون کل نظام نشان است. خب حالا در این جلسه گروه خوب شما قبلا راجع به قانون اساسی صحبت شد. پیشنهادی که شده این هستش که این قانون اساسی به جای سه تا شاخه، یعنی سه تا شاخه متداول، یعنی مقننه، قضاییه و مجریه، چرا چهار تا نداشته باشه؟ چه لزومی داره که حتما در تعیین و چارچوب اون چیزایی که نرم هستش خودمون رو حبس بکنیم و بیایم فکر بکنیم ببینیم که میشه اینو مثلا یه جوری بهتر کرد با توجه به شرایط زمانه و مکانه کشور ما یا نه؟ و چنین ایده‌ای برای بار اول در سال 2005 مکتوب شد. چند سال قبل از اون روش کار شده بود، ولی با توجه به اینه که تا اونجایی که من اطلاع دارم چنین طرحی در هیچ جای دنیا سابقه نداشته، تلاش شد که هرچه بیشتر اطلاعات جمع بشه تا اولین مکتوب در ماه اوت آگست 2005 به اصطلاح منتشر شد به صورت یک مقاله. خب حالا در نتیجه چیزی که این میگه که به جای سه تا شاخه، اون چی که حالا در کشورهای به اصطلاح اروپایی بهش میگن پووار یا قوه بهش میگن، تو ایران هم چون ترجمه
قوانین اساسی فرانسه و بلژیک و اینا بوده، اونم به صورت قوه مشهور هست. ولی چرا پیشنهاد شده آخرم براتون توضیح خواهم داد. ما میگیم که به جای سه تا شاخه چهار تا بد باشه و دلایلش رو میگم. همین به اصطلاح عنوان این جلسه خودش احتیاج خیلی زیادی داره که به اصطلاح هر کلمه‌شو بشکافیم. قبل از اینکه این کارو بکنم یه سوالی پیش میاد که بسیار مهمه و بایستی که جواب داده بشه، و اون اینه که با ارگان‌های دولتی، دولت رژیم ولایت مطلقه فقیه، ما چه کار بکنیم بعد از سقوطشون؟ آیا اون تجربه عراقو که بعثی زدائی کردن، اون با اون ابعاد فاجعه آمیزی که داشت، اونو ما میخوایم تو کشورمون تکرار بکنیم، یا اینکه نه میخوایم به اصطلاح یه جور دیگه ای به اصطلاح عمل بکنیم؟ حالا این در مورد سپاه و ارتش و این حرف هم سوالاتی میشه کرد و جوابهایم براش حتما هست و میشه در جلسه دیگه اگر علاقمند باشید صحبت بکنیم راجبش. ولی مشخصا امروز داریم راجب صدا و سیما یا به طور کلی دستگاه مغزشویی و جنگ روانی رژیم داریم صحبت میکنیم، که خب این دستگاه عریض و طویل با این همه بودجه، با این همه به اصطلاح کارکنانشون، اینو چیکار بکنیم؟ بعد از سقوط فیزیکی بگیم اصلا همه رو آتیش بزنیم از بین بره همه اون هموطنان ما هم که چه بسا که از بد روزگار اونجا مشغول کار هستن و مردم به درستی باز تو خیابونا میگن صدا و سیمای ما، ننگ ما، ننگ ما، اونا رو چیکار کنیم؟ از کار بیکارشون بکنیم، نون آبشون رو ببندیم، یا اینکه نه این دستگاه باشه منتها به صورت مردم سالارانه و حقوق مدارانه اداره بشه؟ این پس به اصطلاح کل قضیه است که این دستگاه عظیم و بسیار بزرگ و پر بودجه دستگاه مغزشویی و پروپاگاندای رژیم رو باهاش چیکار بکنیم در فردای سقوط فیزیکی این رژیم. بسیار خوب. متداول چی هست؟ متداول این هستش که در کشور ما، در کشورهایی مثل کشور ما، که اون کسی که ولی مطلقه هست، چه ولایت مطلقه پهلوی چه ولایت مطلقه فقیه، اون شخص هر کی رو دلش بخواد اونجا میگماره، منصوب میکنه و مسلما اون شخص به اون گمارنده و به اون ولایت مطلقه هستش که پاسخگو هست. حالا در کشورها که یه خورده دموکراتیک هستن، اینا میان نمایندگانی از مثلا شاخه قضایی، شاخه مجریه و مقننه، اینا رو میان مثلا انتخاب میکنن، انتصاب میکنن و میگمارن اونجا که به اصطلاح بگردونن. به حال یه کسی، یه مدیری میخواد دیگه که این دستگاه رو بگردونه. ولی پیشنهادی که هست اینه که اگر خوبه که مثلا این شاخه های دیگه، مثلا مقننه یا مجریه، منصوب نشن، انتخاب بشن، چرا گردانندگان شاخه، چرا گردانندگان وسایل ارتباط جمعی، عرض شود که همگانی، اونا انتخابی نباشن که مستقیما، نه با واسطه، که شما رئیس جمهور انتخاب بکنید و بعد اون گرداننده صدا و سیما رو منصوب بکنه، بلکه مستقیما بیاد بگه که مردم بیان بگن که ما این گروه رو میخوایم برای گردانندگی صدا و سیما و به طور کلی رسانه های همگانی. منظور از رسانه های همگانی یعنی چی؟ رسانه هر وسیله‌ای که به اصطلاح افکار عمومی رو بتونه به هم دیگه مرتبط بکنه و اون خرد جمعی هستش که میتونه سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو رقم بزنه. حالا غیر ممکن هم نیستش که به اصطلاح این قضیه بعضی وقتا باعث به اصطلاح تصمیم‌های غلط بشه، ولی به هر حال خودشون تصمیم گرفتن و مردم، و در نتیجه اون خرد جمعی امکان بیراه رفتنش کمتر میشه. پس ما میگیم که رسانه هایی که توجه اینجا خیلی مهمه، خودمون نمیخوایم عامل سانسور بشیم، رسانه هایی که مردم پولشو میدن، یعنی چی؟ یعنی بودجه دولتی هستش که اونجا رو برای گردانندگیش خرج میشه، نه اینکه به اصطلاح رسانه های
شخصی. الان ما به وسیله چند تا رسانه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، داره لایو در اینستاگرام، در یوتیوب هستش، در این جایی که شما دارید هستش و بعدا هم در جاهای دیگه منتشر میشه. اینا هر کدوم رسانه هایی که اسم شما گذاشتم شخصی، مال هر شخص، افراد هستش. این دو نوع رسانه پس شده که رسانه های همگانی که بودجهش رو دولت میده، در واقع مردم میدن، رسانه های شخصی که همونی که مال ماست، ایمیل و یوتیوب و اینستاگرام و واتساپ و اینجور چیزا، اونا مال مردم و مال اشخاص مردمه. و سومی رسانه های گروهی، مثلا یه گروهی، یه شرکتی، آنچه که مثلا در غرب متداوله مثل فاکس نیوز یا مثلا سی این این یا اینطور چیزها، اینا بیان از یه گروهی هستن یک به اصطلاح رسانه ای رو مدیریت بکنن. پس شد سه تا رسانه داریم. موضوع صحبت ما صرفا در قانون اساسی هست، نه قوانین موضوع در مورد رسانه هایی که بودجهش رو دولت میده. من الان 9 دقیقه هم تموم شد، اجازه دارم یه چند دقیقه دیگه ادامه بدم یا بله بله جناب آقای صدر، عرض کردم صحبت مقدماتی و در ادامه بحثای گسترده‌تر میشنویم از شما. بله خواهش میکنم. بله و پس ادامه میدم. این پس دقیقاً یادتون باشه داریم راجع به چی حرف میزنیم. نمیخوایم بگیم بیایم فیسبوک آدم ها رو دولت کنترل بکنه، به هیچ وجه. حتی رسانه های خصوصی رو اگه که پیدا شد یه گروهی خواستن با پول خودشون، یه شرکت بزرگی بود یک تلویزیون داشته باشن، اونم میتونن بر اساس قوانین موضوعه کشور میتونن به اصطلاح کارشون رو انجام بدن. حالا عنوان این جلسه که به صورت یک کتابم پیشنهاد شده، رسانه های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت. حالا این هر کلمه از این را اگه بهش بپردازیم راحت تر میشه که به اصطلاح راجع به این قضیه که به اصطلاح پیشنهادی که شده نوعه. در هیچ جای دنیا تا اونجا که من میدونم سابقه نداشته. رسانه رو گفتم معنیش چیه از دید من، رسانه های همگانی رو هم براتون عرض کردم که معنیش چیه، بعد گفتم که به مثابهه، چرا نگفتم به عنوانه؟ برای اینه که مثابه رو تو فرهنگ لغات اینجوری ترجمه میشه، مثابه به معنی منزلت، مرتبه، اندازه، درجه، حد، یعنی در واقع گردانندگان رسانه های همگانی همون درجه و منزلت و اندازه اعتبار و مسئولیت قضایی رو که شاخه مجریه، که شاخه مقننه، که شاخه قضایی داره از اون برخوردار هستن که یه کسی را خوش نیامد نتونن بگیرن زندانش بکنن، کمان که الان میبینیم که بسیاری از کسانی که تو زندانهای سیاسی هستن از رسانگران هستن. شاخه چهارم هم که عرض کردم براتون، در کنار و به مثابه شاخه چهارم، در کنار مقننه، مجریه، قضاییه و شاخه چهارم که رسانه‌های همگانی است. منظور از دولت اینجا ما تو ایران یا به طور کلی کشورهایی که توتالیتر هستن و دیکتاتوری هستن، خط و مرزی بین دولت و حکومت وجود نداره متاسفانه. مثلا در ولایت مطلقه پهلوی دولت اصلا یه فرد، در ولایت مطلقه فقیه دولت یه فرده که بر جان و مال و ناموس مردم بستیت داره. دولت به انگلیسی ستیت، به آلمانی شتات، به فرانسه اتا، اون شاخه، اون شامل شاخه های مختلف دولت میشه، از جمله حکومت که شاخه مجریه هست. آنچه که من حکومت ازش ذکر میکنم منظورم شاخه مجریه هست. بسیار باب هست که در ایران دو میگن دولت روحانی، دولت رئیسی. هیچ اصرار و لجبازی هم نیستش که کدوم لغت باید چی کار کرد، فقط من میخوام ببینیم منظورمون چیه، اشتباه سوء تفاهم نشه. این یه طرح جدیدیست، بدیست، ابتکاریست که سابقه نداشته، چیزی که اصلا لازم نداریم از همون ابتدا سوء تفاهم هست. پس ما داریم راجع به دولت به عنوان، از قبل هم میگفتن دولت شاهنشاهی ایران، حکومت دکتر محمد مصدق مثلا، ولی باز میگم این دولت و حکومت هی تو هم میرن، به خاطر اینه که بعد از کودتای 28 مرداد که اصلا دیگه همه شد به اصطلاح مصدر بیم امیدم شد.
در نتیجه داریم راجع به این صحبت میکنیم. حالا من ممنونم که یه 2 دقیقه 3 دقیقه به من اضافه وقت دادید در ابتدا. فکر میکنم برای شروع بحث خوب باشه. اگر که اجازه بدید میکروفونم رو قطع میکنم و آماده هستم که با کمال میل اگه سوالاتی باشه جواب بدم. خواهش میکنم. سپاسگزارم جناب آقای صدارت. بله جناب آقای شایگان بفرمایید. خواهش میکنم. درود و احترام خدمت همه عزیزان، خدمت آقای صدارت عزیزم سلام عرض میکنم. در مورد رسانه ها آقای دکتر صحبت کردی و من یک سوال مشخص دارم در مورد سانسور. البته صحبت کرد سانسور در رسانه ها. ببینید یک رسانه هایی داریم که خب دولتی هستن، مثل رادیو و تلویزیون صدا و سیمای ملی، که خب سانسور وحشتناک درش انجام میشه. از زمانی که رسانه های اجتماعی فراگیر شد، خب خیلی آگاهی رسانی، اطلاع رسانی بیشتر شده، ولی متاسفانه ما داریم میبینیم که همین رسانه های اجتماعی هم درش سانسور هست. یک مثال میزنم، در شبکه توییتر اگر یک شخصی رو که حالا من نمیخوام اسمش رو بیارم، نمیدونم اصلا اجازه دارم اسم بیارم یا نه، یک شخصی که ایرانی الاصل هست، از ایران به قول معروف توی یک رسانه خیلی معتبر امریکایی فعالیت میکنه و به کل به اصطلاح خودمون خونشویی میکنه. حالا شما اگر تو توییتر بیاید در مورد این شخص، بر علیه این شخص یک جمله‌ای بنویسید، فلفور بلاک میشین به مدت 2 هفته. آیا این سانسور هست یا نه؟ و چرا اصلا باید همچین چیزی باشه توی یک فضای باز رسانه‌ای توی کشوری که ادعای دموکراسی میکنه مثل امریکا؟ چرا باید همچین چیزی وجود داشته باشه؟ من سوالم اینه. ممنونم. ممنونم آقای شایگان. جناب آقای صدارت در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. بله مرسی، میکروفونم باز نمیشد. خیلی ممنونم جناب آقای رضا شایگان، سوال بسیار مهمی رو مطرح فرمودن. یه جلسه میشه راجع به سانسور صحبت کرد، بسیار مهمه و بیشتر از اون از خود سانسوری هم باید صحبت کرد، ولی مشخصا با توضیحی که دادم موضوع صحبت ما که خودش چندین جلسه رو لازم داره و فکر میکنم اگر که از اون منحرف بشیم به اصطلاح لبابی که به اصطلاح میتونیم در یک جلسه بهش بپردازیم نرسیم. رسانه های همگانی به مساوی شاخه 4 دولت هستش. حالا با احترام به نظر خوبی که شما ابراز فرمودید، سعی میکنم ربطش بدم سوال جناباری رو به عنوان صحبتم. ببینید همونطور که در کشور ما، من میتونم حدس بزنم شما دارید راجع به چه شخصی صحبت میکنید، بهترم هستش که اسم برده نشه، برای اینکه شخص که مطرح نیست، روش مطرحه. ببینید در کشور ما ولایت مطلقه فقیه هست، در کره شمالی هم ولایت مطلقه اون آقای جوان رو داریم، ولی در غرب اینطور نیستش که ولایت مطلقه نداشته باشیم، منتها ولایت مطلقه سرمایه سالاری داریم. شما از توییتر اسم بردید و روش‌های سانسورآمیزش و کاملا درست فرمودید. در نتیجه آنچه که به دل ولایت مطلقه سرمایه سالاری خوش نیاید را آن را حذف خواهد کرد. فیسبوک هم همین کارو میکنه، یوتیوب هم همین کارو میکنه و بقیه رسانه ها هم همین کارو میکنن. تمام این رسانه های شخصی اسمشو گذاشتیم، تمام این رسانه های شخصی که مجانی در اختیار ما هستن، در واقع مجانی در اختیار ما نیستن. بی خود نیستش که گوگل مالتی میلیاردر میشه، بی خود نیستش که توییتر مالتی میلیاردر میشه و بی خود نیستش که آقای مارک زوکربرگ در فیسبوک و این حرفا میشه اون مالتی میلیاردری که هست. برای اینه که از استفاده، با استفاده از اطلاعات ما و فروختنش به دولت، سازمانهای به اصطلاح جاسوسی و ضد جاسوسی و اینجور چیزا استفاده میکنن ازش و برای خط دهی به جامعه. خب حالا ربطش بدیم به داستان خودمون، رسانه های همگانی به مساوی شاخه 4 دولت. نمیتونیم ما
کنترلی داشته باشیم بر توییتر. یه شرکت خصوصیه و داره کارشو میکنه، من و شما نمیتونیم کاری بکنیم. بر فیسبوک و گوگل و بقیه‌شون هم همینطور. در یک کشوری مثل امریکا علارغم اینه که کودتاشو تقریبا تو ژانویه ششم ژانویه پیش، احتمال اینه که یک تغییر تحولای بسیار اساسی در این کشور اتفاق بیفته بسیار بعید به نظر من میرسه. در کشورهایی مثل کشور ما هست که تغییر تحولات به اصطلاح عمده‌ای رو در پیش داریم، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه موافق باشیم چه نباشیم، تمام به اصطلاح شواهد و قرائن دال بر اون هست و در نتیجه در یک کشوری مثل کشور ما هستش که میشه یه قانون اساسی نوینی رو با یک طرح کاملا به اصطلاح متفاوت پیشنهاد کرد و دوباره ایران بشه یک سمبولی، یک الگویی برای به اصطلاح بقیه دنیا. خب حالا گفتم رسانه‌های شخصی هستن. اگر که فرض بکنیم که شاخه چهارم دولت به مثابه رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت حقوق مدار پاگیر و جاگیر بشه، با توجه به امکاناتی که در اختیارش هست، همینه که شما به درستی ازش اسم بردید و یاد کردید رو، اون میتونه موضوع چندین و چند برنامه های مستند بکنه، تحقیقاتی بکنه و به مردم اعلام بکنه و اثرگذار باشه در تمام دنیا. اون اتفاقی که سر انتخابات امریکا افتاد، اون اتفاقی که سر انتخابات ارزم به خدمت شما همه پرسید در انگلیس افتاد، اون شرکتی که کمبریج انالیتیکا که واقعا عجیب و غریب بود کارهایی که انجام میداد، اون رو علارغم اینه که یک سری رسانه‌گران سعی کردن افشا بکنن، در سانسور وسیع قرار گرفت. برای اینه که ولایت مطلقه سرمایه سالاری نمیخواد یکی از همکارای خودش رو بندازه تو دردسرای عمیق. برای اینه که اگر که چنین چیزی رو در مورد مثلا کمبریج انالیتیکا و فیسبوک بگن، مثالی که شما زدید برای توییتر هم باید بگن، مثال دیگه یوتیوب هم باید بگن، واتساپ هم که مال به اصطلاح زوکربرگ اونا رو هم باید بگن، اگه قرار باشه که مس بگیرد در آن که هر آن که در شهر هست همه رو باید بگیرن. در نتیجه همون طوری که ما سانسور و خودسانسوری داریم در کشورمون با اون جوری که لازم نیست من در این جلسه توضیح بدم، در غرب هم وجود داره. ولایت مطلقه سرمایه سالاری اون سانسور رو اعمال میکنه، از این توش مثلا یهو یه چیزایی در میاد که اون افشاگری ها میشه، ولی در حد کم. شما توجه داشته باشید که اگر که به اصطلاح منابع دولتی در اختیار رسانه ها قرار بگیره، اون وقت چه ابعاد بسیار گسترده ای رو میتونه داشته باشه این افشاگری ها. و همون جور که میدونید اگر که در یک کشوری در یک منطقه ای خشونت زیاد بشه، از کووید واگیرتره، همین جور خشونت بر خودش میافزاید و بقیه جاها هم فرا میگیره. برعکس هم همین جور، حقوق هم همینجور، هر جا که حقوق بیشتر شناخته بشه و بیشتر احقاقش در احقاقش مردم بکوشن، حقوقی که همه مکانیه، حقوقی که همه زمانیه و حقوقی که همه کسانیه بدون هیچ تبعیضی، اینو وقت در جاهای دیگه هم میزان خشونت کم میشه و احقاق حقوق بیشتر میشه. در نتیجه اگر که در یک کشوری مثل کشور ما از جمله به حق استقلال و آزادی رسیده بشه، از جمله به حق مطلع شدن و مطلع کردن رسیده بشه، در یک جایی که امکانات دولتی در اختیارش هست، با منتخبین مستقیم مردم که پاسخگو هستند به مردم مستقیما و انتخاب میشن برای یک مدت کوتاهی، و اگرم اون وسط های مرتبه ببینیم که نه اینا مثل کار خودشون انجام نمیدن، میتونن استیزا بشن و اخراج بشن. امیدوارم که تونستم سوال جنابالی رو، سوال خوب جنابالی رو رفت بدم به موضوع صحبت و پاسخ داده باشم. منتظر بقیه سوال هست. سپاسگزارم جناب آقای صدارت. من اونطور که متوجه شدم از صحبت شما، فرمودین که دقیقا مثل حالا سه قوه‌ای که در کشور هست که در آینده
با انتخاب مردم قرار است که انجام بشه، در واقع اون رسانه ملی هم با انتخاب مردم باشه. اما سوالی که من دارم اینه که اون شخص در واقع با منتخب مردم خواهد شد، اما برنامه گذاران یا کسانی که حالا در قسمت‌های مختلف این رسانه بخوان، چه از برنامه‌های تلویزیونی باشه یا حالا هر چیزی رادیویی یا هر چیز دیگه‌ای، اخبار باشه، یا در واقع منظور من کلیات موضوعات هستش، آیا این به نظر شما ممکنه که پراکنده باشه و افرادی اینها رو اجرا کنن بنابر سلیقه ها، یا به هر حال ما در فردای آزادی ایران حتما فکر میکنم که احزابی هم وجود خواهند داشت، و اینکه به هر حال اگر قرار باشه از طرف بعضی از اونها کسانی وارد بشن و اونها بخوان کاری انجام بدن، آیا این هم مد نظر گرفته میشه یا این میشه میتونیم به اینم بپردازیم؟ و قبل از صحبت شما اگه اجازه بدید آقای رایی رو بشنویم، بعد در خدمت شما هستم. اگر اجازه بدید، سوال شما بسیار مهمه، اگر آقای رایی هم موافق باشن من به این سوال جواب بدن و بعد بفرمایید. بله بسیار متشکرم. خانم بیژندی عزیز، سوالتون بسیار مهمه. من از شما یه سوال میکنم در پاسخ در مورد شاخه مجریه. عیناً همین حالتی که شما فرمودید اتفاق میفته. یعنی چطور؟ یک کسی، یک کسانی، یک حزبی، یک تشکیلاتی، یک افراد به اصطلاح متشخصی میان برنامه های خودشون رو میگن به مردم و اون مبارزات انتخاباتی رو، اون کمپین مبارزاتی انتخاباتیشون رو را میندازن، خودشون رو میشناسونن به مردم و بر اساس اون انتخاب میشن و میرن توی به اصطلاح هر شاخه‌ای که حالا باشه، مقننه‌ش هم همینجوریه دیگه، و کارشون و وظیفه‌شون رو انجام میدن و یک سازوکارهایی هم وجود داره که اگر که اون وسط خلف وعده کرد و دروغ گفته بود به مردم و نکرد اون کارهایی که قول داده بود رو، بتونن مردم اونو استیضاح بکنن و بکشنش پایین. پس اینم یه چیز به اصطلاح بسیار بسیار مهمیه و سابقهش هم هست در شاخه‌های دیگه سراسر دنیا که میان در کمپین انتخاباتیشون، در مبارزات انتخاباتیشون میگن که من چی هستم، کی هستم، چی فکر میکنم راجع به گردانندگی شاخه چهارم رسانه‌های همگانی، و یکی ممکنه بگه که نه، من میخوام از اول تا آخر راه‌های بم درست کردن و اعدام کردن و اینجور چیزا رو درست یاد بدم پشت تلویزیون. یکی میگه نه، من میخوام بیام بگم که بایستی که مثلا در صلح و ساختن و افزایش سرمایه‌های اجتماعی و حقوق مداری کار کرد. این دوتا عقایدشون رو میذارن به، دارم راجع به رسانه‌ها صحبت میکنم، عقایدشون رو میذارن به اصطلاح دادگاه قضاوت مردم و بر اساس اون مردم اونا رو انتخاب میکنن. و دوباره هم تاکید میکنم اون وسط هم اگه لازم شد میشه اونا رو استیضاح کرد و از اون مقام کشید پایین. امیدوارم جواب سوال جناب عالی داده باشه. بله متوجه شدم. پس در واقع منظور شما اینه که تو شاخه‌های پایین‌تر هم، در طبقات پایین‌تر هم نظارت مردم تاثیرگذاره و یعنی غلبه داره نظارت مردم برش. شاخه پایین‌تر و بالاتر نیست، این همونطور گفتم به مسابقه شاخه چهارم، یعنی همون منزلت، همون قدر، همون حد، همون اندازه که شاخه مقننه مجری قضایی داره، گردانندگان شاخه چهارم هم دارن. در نتیجه اون امنیت قضایی رو هم خواهند داشت و درست این همون گردانندگان، حالا خیلی چیز واضحش شاخه مجری است که میشه اونو استیضاح کرد، رئیس جمهور رو حتی به اصطلاح معزولش کرد و به این ترتیب. وعده شدم. ممنونم از شما جواب دادن. آقای رایی با عرض پوزش بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم، احتیاج به پوزش نیست. با سلام به شما آقای صدارت گرامی و دوستان گرامی، بنابراین با این توضیحاتی که شما دادین، صحبت شما این استش که حالا میخواد این هر کدوم از این ارکان باشه، هر کدوم از این شاخه ها باشه، چه قوه مقننه باشه، چه قوه قضاییه باشه، چه رسانه باشه، موقعی که درونش دموکراتیک نباشه، دموکراتیزه نباشه، حقوقی نباشه،
میتونه ایدئولوژیک بشه، میتونه مرامی بشه و حالت انحصار، خطر انحصار یا خطر فیلتر کردن و جهت یابی خاصی رو به اطلاع دادن داره. در واقع این شاخه چهارم رسانه لازمه که همواره حقوقی عمومی باقی بمانه، هم عمومی باقی بمانه هم حقوقی، و برای اینکه حقوقی و عمومی باقی بمانه لازمه که در این رکن، این شاخه چهارم یا رسانه، همواره در درونش حقوقی باقی بمانه، دموکراتیک باقی بمانه. سوال من این استش که این اداره، این درون این شاخه چگونه باشه که مثل رسانه‌های فعلی در دنیا نباشه، به این صورت که در حال حاضر حدود 5000 خبر روی شاخه، روی آنتن خبرگزاری ها میره، حدود 70-80 تا خبر انتخاب میشه از این 5000 تا، و مسلمه که موقعی که از 5000 خبر 70-80 تا خبر انتشار عمومی پیدا میکنه در سطح دنیا، مسلم یه سری خبرهای اساسی این وسط گم میشه، یا خبرهای این وسط ارزش پیدا میکنه که ممکنه در واقع در خدمت جمهور مردم، همه مردم نباشه، در خدمت قدرت‌های خاصی باشه. چگونه میتوانیم سازماندهی درون این رسانه رو تنظیم کنیم که این رسانه از انحصار بیرون بیاد؟ دو، این رسانه مجری فقط باقی بمانه، نه تصمیم گیرنده. مجری اونهایی که تصمیم میگیرن آیا میتوانند در درون این رسانه باشن، مثل قوه مقننه، مثلا قوه مقننه رسانه در درون رسانه داشته باشیم، یا لازم است که خودمون ارگان تصمیم گیرنده برای این رسانه مستقل از خود این رسانه، از این شاخه چهارم باشه؟ مرسی، خیلی ممنون. بله، سوال بسیار خوبی بود، ممنونم ازتون آقای رایی. ببینید، این چیزی که شما یه دغدغه‌ای رو شما گزارش کردید و دغدغه و نگرانی بسیار واردی هم هست، برای اینکه اینقدر چوبشو خوردیم در سراسر دنیا، من منحصر به ایران هم نمیشه، ما ایرانی ها شاید بیشتر، ولی مثلا همون فرانسه‌ای که شما زندگی میکنید یا من در امریکا زندگی میکنم همین مسائل هست متاسفانه. ولی اون سوالتون رو ببرید برای شاخه مجریه، یعنی همون سوال رو میشه واسه شاخه های دیگه، مثلا شاخه مقننه، همون سوال رو میشه مطرح کرد واسه شاخه های دیگه، که افرادی میان برنامه به اصطلاح عملشون رو، نحوه فکر کردنشون رو، ایده هاشون رو به اصطلاح قضاوت مردم میذارن، در مبارزات انتخاباتی 10 نفر شرکت میکنن، 2 نفرشون رأی میگیرن، اونا میرن اون تو و بر اساس قول و قرارهایی که گذاشتن شروع میکنن به عمل کردن، درست مثل حکومت شاخه مجریه، درست مثل مثلا شاخه مقننه. این چه کار بکنیم که از انحصار بیرون بیاد؟ این چیزی که به نظر من میرسه برای مثلا هر استانی 2-3 نفر بر اساس جمعیتشون هم میشه اون رو به اصطلاح بالا و پایین بود انتخاب میشن، و این 2-3 نفر یک مجلسی رو، مجلس شورای ملی رسانه های همگانی، این فرق داره با شاخه مقننه، اصلا ربطی به اون نداره، این مجلس فقط سیاست گذاری، دستورالعمل ها، اینه که چی پخش بشه چی پخش نشه و چه جوری پخش بشه، چه جوری برنامه تهیه بشه، اونا رو فقط این مجلس شورای به اصطلاح رسانه های ملی فقط کارش اینه، قانون گذاری نیست، دستورالعمل نوشتن هست واسه اینه که چه جوری به اصطلاح این گردانندگی بشه. در نتیجه در اون به اصطلاح 50 نفر 60 نفر 70 هر چقدر که بشه، اونا به شور میشینن، مثل مثلا تقریبا آلمان که شاخه مجریه از توی شاخه مقننه میاد بیرون، از توی این شورای نمایندگان رسانه های ملی یک عده انتخاب میشن برای به اصطلاح مدیریت عامل،
برای اینکه چجور به هر حال این گردانندگیش اتفاق بیفته در مقیاس بزرگ، در مقیاس کشوری. اما هر کدوم از دو سه چهار نفری که مال استانهای مختلف هستن، اونها در منطقه خودشون برای به اصطلاح استان خودشون با توجه به زبان، با توجه به فرهنگ، با توجه به نیازمندی ها، با توجه به عوامل بسیار دیگری، اونجا برنامه های خاص اون استان رو به اصطلاح تهیه میکنن و در دستورالعمل کلی این مجلس شورای ملی رسانه ها بایستی که با اون خانایی داشته باشه، یک، یا قبل از اون با قانون اساسی باید خانایی داشته باشه، شماره دو، با قوانین موضوعه باید خانایی داشته باشه که مجلس شورای ملی مقننه اونها رو طرح میکنه، و شماره سه، با دستورالعمل های داخل این مجلس بایستی که خانایی داشته باشه. من تا اینجا یه سوال شما رو جواب دادم، ولی دستتون بالاست. اگر که همه موافق باشند، به خصوص خانم بیرجندی، شاید بعد نباشه که احتمالاً براشون سوال پیش اومد. بشنویم ایشون رو، بعد به بقیه‌اش ادامه بدیم. خواهش میکنم. بله حتما، بفرمایید جوابی. بله، نه، توضیحات شما که مورد توافق من هست و من قبول دارم. من منظورم از این صحبت‌ها شنیدن همین توضیحات بود و در واقع میخواستم که این در واقع گردش فکری باشه. اما نه، دستم رو به این علت بالا آوردم که به یک نکته دیگه توجه کنم. گاهی اوقات ما به نوشته ها توجه میکنیم، ولی گاهی اوقات لازمه به بین نوشته ها توجه کنیم، بین خط ها توجه کنیم. یه بین خطی که الان به وجود آمده در سطح رسانه های دنیا این هست که ما، خب حالا اینه که شما گفتیم برای رسانه ملی هستش، رسانه عمومی حقوقی هستش که اسمش شاخه چهارم دولت هست. اما رسانه‌های خصوصی هم وجود دارن. کاری رو که رسانه‌های خصوصی می‌کنن همین کاری هستش که رسانه‌های در واقع جاری می‌کنن. یه خبر رو فراوان تکرار می‌کنن. یک تفسیر رو فراوان تکرار می‌کنن. یک موضوع رو مرتب تلقین می‌کنن. و بنابراین رسانه ملی عمومی که مورد نظر شما هست، چگونه با این کارهایی که نوشته‌ای نیست بلکه عملی است، انجام میشه، میتونه مقابله کنه؟ یعنی سوال من این است، میتوانیم به علت اینکه رسانه ملی عمومی داریم، رسانه عمومی حقوقی داریم، بگذاریم که یک سمپاشی ها یا تلقین ها یا کارهای بسیار یک جانبه از طرف رسانه های خصوصی انجام بگیره؟ یعنی این مجموعه مقرراتی که ما داریم آیا میتواند قواعدی رو در نظر بگیره که غالب ایجاد نکنه، حد و حدود ایجاد نکنه، سانسور ایجاد نکنه، محدودیت ایجاد نکنه، اما جلوی یک سری کارهایی که در واقع افراد هست برای تسخیر روحیه افراد، تسخیر فکر افراد رو جلوش بگیریم؟ خیلی ممنون. بله، این نکته بسیار بسیار مهمی هست. در اینه که فردای فروپاشی رژیم و چهار شاخه دولت به اصطلاح برافراشته شدن پرچمش، اینطور نیستش که این تزویرها و فتنه‌کاوی‌هایی که در رسانه‌های شخصی می‌بینیم قطع بشه. چنین چیزی نیست، خیال بافی که نمی‌خوایم بکنیم. اولا یه توضیحی بخوام بدم، اینکه ضمانت اجرایی این عرایض من چی هست. ضمانت اجرایی این شاخه چهارم همون ضمانت اجرایی است که شاخه‌های دیگه دارن. شما یا کل قانون اساسی داره. شما بهترین قانون اساسی رو از حالا اگه به بهشت هر کسی معتقد هست نوشته بشه، بیاد تو این کره خاکی، بیفته دست مردم، اگر که مردم در صحنه تصمیم گیری وجود نداشته باشن، حی حاضر نباشن، میفته در دست قدرتمداران و اون قدرتمداران بر اساس منافع خودشون اون رو اجرا خواهند کرد، اون رو تفسیر و تعویل خواهند کرد و اجرا خواهند کرد. صدای کسی هم نمیتونه در بیاد. در نتیجه ضمانت اجرایی این هستش که جمهور شهروندان، همه ماها بایستی که در ساختن سرنوشت خودمون باشیم، حاضر باشیم، نمیشه نباشیم. ما رو ترسوندن از سیاست، اونی که ترسناکه و به قول ایرانی ها پدر مادر نداره، اون سیاست نیست، اون سیاسیه،
اون کاری که اینا در ایران میکنن سیاسیه، دغل، حقه، سانسوره، جنگ روانیه. ولی سیاست به معنی تدبیر و اموره. شما به عنوان یک فرد، من، شما، هر کدوم از صبحی که پا میشیم برای تدبیر امورمون یک سیاست هایی رو بهش فکر میکنیم، یه قوانین این رو تو ذهنمون مینویسیم و یک به اصطلاح ارتباطاتی با رسانه هامون، با محیطمون میگیریم و اون رو به اجرا میگذاریم و در خودمون، در شاخه مقننه خودمون، خودمون رو قضاوت میکنیم که درست عمل کردیم، بد عمل کردیم و سعی میکنیم که بهترش بکنیم. این میشه یک شهروند قرن بیستم برازنده چنین به اصطلاح نامی. خب پس سیاست مدار بودن الزاماً فقط وکیل و وزیر و رئیس جمهور و نخست وزیر و این حرفا نیست. هر کدوم از ما با این توضیح که دادم یه نوع سیاست مدار باید باشیم اگه میخوایم سرنوشتهای بهتری رو بسازیم برای خودمون. این اصلا منافاتی نداره به کار روزمره ما. یه کسی خانه‌داره، یه کسی راننده است، یه کسی طبیبه، یه کسی مهندس، حقوق، هر چی که هست کار روزانه‌شو انجام میده، به زندگی شخصی خودش میرسه، خواب و خوراکشو انجام میده، تفریح و ورزشش هم حتما انجام میده. هیچ کدوم از اینها منافات نداره به کار سیاسی، هیچ کدوم منافات نداره. اون اصلا میشه به اصطلاح موضوع یه جلسه دیگه کرد که وقت این جلسه زیاد گرفته نشه. خب در نتیجه چطور بشه از اون فتنه‌گری ها و تصویر هایی که حالا من کمبریج آنالیتیکا رو راجبش صحبت کردم، ولی روسیه آقای پوتین کم نقش نداشت در برگزیت یا کم نقش نداشت در انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری. اونا رو چجوری پیشگیری بکنیم در کشورمون؟ و مسلماً در حال همین الانی که ما داریم با هم دیگه حرف میزنیم، قدرت مداران دارن مدیریت میکنن رسانه های شخصی رو، دقیقا همون شکلی که شما به خوبی توضیح دادید آقای رای. یعنی همین الان مثلا چطور شد که یک مرتبه قانون اساسی، خط قرمز یکی، دوران طلایی امام دوتا، نمیدونم حالا اصلاحات بکنیم تا بعد ببینیم چی بشه، سه تا و چندین چیز دیگر رو میشه شمرد، اون افتاد تو جون مردم در سال 88 و رسید به اونجایی که رأی من کن نه حق من کن. بدون شک قدرت‌های داخلی، خارجی، غربی، شرقی، دولتی، غیر دولتی نقش داشتن در این جهت‌دهی افکار عمومی. خیلی چیز ساده ایه، یه جنگ روانی است که من همین دیروز کشفش نکردم. سالیان قضیه پروپاگاندا که تو همین کتاب راجبش صحبت کردم برمیگرده به 6-7-8 قرن گذشته توسط کلیسای کاتولیک، اصلا این اسم از اونجا میاد. خب چجوری میشه در حد فردی من و شما این کار رو بکنیم؟ بسیار سخته، حتی در یک کشور غیر توتالیتر، حالا گفتیم به یه نوعی توتالیتر هست امریکا یا انگلیس، منتها توتالیتاریزم ولایت مطلقه سرمایه‌داری، ولی خب به هر حال یه جورای دیگه است، مثل مال ایران نیست. اینطور نیستش که شما دهنتون رو باز کنید به قول آقای خمینی زبان‌ها رو ببرن، گردن‌ها رو بزنن، قلم‌ها رو بشکنن، که دیگه به این شوری نیست. در فرانسه این شکلی نیست، در امریکا هم که این شکلی نیست. خب ولی امکانات ما محدوده. شما مثلا چند تا دوست دارید تو فیسبوک؟ یا من چند تا دوست دارم تو فیسبوک؟ چند تا فالوور تو توییتر و نمیدونم اینستاگرام و اینا داریم؟ ولی وقتی که پولمون رو میذاریم رو هم دیگه به عنوان مالیات، به عنوان درآمدهای دولتی، و این درآمدهای دولتی رو خرج کارهای متفاوت میکنیم، از جمله رسانه‌هایی که همین الان داره پولش داده میشه، و از اون استفاده میکنیم واسه کارهای حق‌مدارانه، کنش‌های حق‌مدارانه، تحقیقات حق‌مدارانه، اون امکاناتی که مثلا در اختیار یک بودجه دولتی میتونه وجود داشته باشه، من و شما که نداریم که. در نتیجه اون میتونه اصلا، ببینید این افشاگری‌هایی هم که شده در مورد کمبریج آنالیتیکا و غیره، اونا رو به اصطلاح رسانه‌های بسیار پر بودجه و ثروتمند تونستن این کار بکنن. من و شما عادی که چنین امکانی برامون نیستش که بشینیم اینا رو تحقیق بکنیم از صبح تا شب. در نتیجه اون منتخبین مستقیم مردم به عنوان گردانندگان
رسانه های همگانی که مشخصا با تکرار مؤکد بس اینو ذکر کرد که خودمون سانسورچی نمیخوایم بشیم، رسانه های ملی یعنی اونایی که بودجهشو ما مردم داریم میدیم، مال ماست، مال خودمونه، پس گردانندگیش هم توسط ماست و از جمله بایستی که ما بتونیم عقل هامون رو، فکر هامون رو به در اختیار همدیگه بذاریم در افکار عمومی و بتونیم با همدیگه مشورت بکنیم و بریم کار کنیم. گفت عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. برای اینکه بتونیم عقل هامون رو با همدیگه یار بکنیم، اون امکاناتی که بودجه دولتی در اختیارش هست میتونه برای ما به اصطلاح فراهم بکنه. کارشون اینه، اون کارمندایی که اونجا هستن با بودجه عظیمی که دارن. همینجا باید بگم من الانه دولت ایران هر سه قوه هیچ ابایی ندارم در مورد قوه مقننه مجریه و قضاییه که در ایران الان داریم بهش بگم قوه، برای اینکه قدرت قوه است. اونها در حال حاضر تمام به اصطلاح منویاتشون رو از طریق شستشوی افکار عمومی مغزها از طریق رسانه ها میکنن و وقتی که به اصطلاح اون سقوط فیزیکی بشه، راجبش هم در جای دیگه صحبت کردم که در دوران گذار که از الان هستیم تا سقوط فیزیکی، از سقوط فیزیکی تا انتخابات مجلس مؤسسان و قانون اساسی و یک دولت به اصطلاح پایدار هر چهار شاخش، تا اون موقع رسانه‌های شخصی و ملی چجوری مدیریت بشه، راجب اونم باز میشه چندین ساعت صحبت کرد که کردم، تو سایت هم هست. در نتیجه این امکاناتی که در اختیار ما قرار میگیره امکانات بسیار وسیعی است که در کل دولت سه قوه ایران وجود داره. یک قوه که بر همه قوه های دیگه به اصطلاح سلطه داره، قوه رسانه های آقای خامنه ای هست الانه با اون بودجه عظیمی که دارن. حالا یه چیزی هم همین الان بگم، هر سه قوه از جمله رسانه هایی که الان در اختیار ولی مطلقه هست، اینا لازم نیست به این عریض و طویلی باشن، لازم نیست این همه بودجه داشته باشن، لازم نیست این همه دفتر و دستک و پرسنل داشته باشن. رژیم های توتالیتر میاد اولا کمبود شغل درست میکنه و بعد میاد برای مردم راهبند درست میکنه که مردم محتاج بشن به رشوه دادن، به اصطلاح سر به آستان دولت ساییدن، در اینه که این راهبندا از سر راه زندگی مردم معمولیشون برداشته بشه. از جمله مثلا در همین صدا و سیما شغل آفرینی میکنه ولی در جهت تخریب. در فردای به اصطلاح فروپاشی رژیم به بودجه باید نگاه کرد، به بودجه دولت به طور کلی از جمله شاخه به اصطلاح رسانه‌های همگانی، و اون رو هر چی که میشه بایستی که مختصر و مفیدترش کرد. امیدوارم که سوال شما رو جواب بده باشه. بسیار عالی جناب آقای صدارت. من بعد از صحبت آقای رایی خیلی کوتاه سوال دارم از حضورتون. اول آقای رایی رو بشنویم، بفرمایید جناب آقای رایی. بله خیلی ممنون. منم دستم بالا بردم به خاطر اینکه دوستان مشارکتی نداشتن، ولی اگه دوستان مشارکت داشته باشن من ترجیح میدم کمتر حرف بزنم. دو تا نکته دیگر رو میخواستم آقای صدارت مطرح کنم. یکی این هستش که اون بلایی که سر ما قبلش اومد، همون اول انقلاب، و اون این هستش که من اینجا برای دوستان توضیح دادم، موقعی که چون اولین توضیح بدم که شما جزو کسانی هستید که معتقدید که تمام پست‌ها و تمام مقام‌ها لازم است که انتخابی باشن، یعنی هر جایی که ما در دموکراسی مقام میذاریم لازم انتخابی باشه. در موقع انتخاب ما سر ما اومد مجلس خبرگان، کاندید نشدن به اندازه کافی روشنفکرای ما، مسئولین ما، معلمای ما، نمیدونم کارمندای ما که اون مجلس رو از انحصار آخوندها در بیارن. خلأ خود مردم به وجود آوردن در اون موقع. حالا یکی از دوستان ما اینجا توضیح داد، شاید به خاطر این بودش که از همون اول از این جمهوری اسلامی بعد از اون شعار آریا نه به جمهوری اسلامی نامید شدن، چون جمهوری اسلامی نمیخواستن که انقلاب کردن برای اینکه ملیون بیان حکومت کنن و حالا همراهی روحانیت رو پذیرفتن و نمیخواستن، جمهوری اسلامی نمیخواستن، بنابراین نامید شدن. این خودش یه قسمتی از جواب هست. اما یه قسمت دیگه هم این هستش که ما یه رقیب بسیار بزرگ این رسانه پیدا میکنه، این رسانه
ملی، این شاخه چهارم دولت، این رسانه عمومی حقوقی و اون سکوت سنگین مردم در مواردی هستش. یعنی ما با ملتی گاهی اوقات خراب میشیم در مواردی، خودش زده به خواب، حالا هر چی رسانه هم درست کنه به خواب دیگه بیدار نمیشه. که این فقط در ایران نیست، در همه جای دنیا دیده میشه در مواردی مردم خوابن، یا یعنی اکثریت بزرگی یه رسانه سکوت درست میکنن در مقابل هر رسانه هم بخواد باشه. در اینجا آیا میتوانیم یک آلترناتیو هم پیش بینی بکنیم که در مواردی که مردم سکوت میکنن مثلا انتخابات اجباری بذاریم؟ مثلا در این مورد نمیدونیم نظر مردم چیست، رفراندوم مثلا اجباری بذاریم، مردم حتما لازمه، یا اینکه راه حلی پیدا کنیم که مشارکت عمومی مردم و تصمیم عمومی مردم رو بفهمیم. موقعی که سکوت میکنن چجوری میخوایم بفهمیم؟ خیلی ممنون، مرسی. اولا از مشارکت و کمتر حرف نزدن شما استقبال میکنم و اونو بسیار گرامی میدارم و استفاده میکنم از فرمایشاتتون. اولا که این قضیه به اصطلاح چیزی که شما فرمودید در یه جمله من عرض کردم و اون اینه که ضامن اجرایی این قضیه چیه، و من عرض کردم که اگر که حتی از بهشتم در بهشت باز بشه و قانون بهترین قانون اساسی بیفته به دامن مردم ایران، اگر که همون جور که شما به درستی گفتید مردم مشارکت نکنن، همون جوری میشه که در بعضی از به اصطلاح حوزه ها اصلا کاندید نداریم، یا مثلا در ببخشید در مجلس شورای ملی که بعد شد مجلس شورای اسلامی، اونم بعضی جاها فقط یه دونه کاندید بود و اون اتفاق افتاد که افتاد. در نتیجه اگر که ما مردم میخوایم سرنوشتای خوب و خوبتری رو بسازیم برای خودمون، میخوایم از زندان خودساخته بد و بدتر خودمون رو نجات بدیم، باید در صحنه حضور داشته باشیم. هیچ با خودتون شوخی نکنید، هیچ با خودتون رودرواسی نداشته باشید. نگید کار انگلیساست، نگید کار امریکاییاست، نگید کار آخونداست، نگید خمینی بود، چی بود. اونا همه بودن، همه اینها بودن، ولی یه میلیمتر که تقصیر من بود. هر کسی از خودش باید بپرسه دیگه نقش من چی بود. من به هر حال یه گرم که نقش داشتم در این وضعیتی که الان به وجود اومده، و قطعا داشتم، من همین من تافته جدا بافته هم نیستم. و به زرس قاطع عرض میکنم خوشتون بیاد یا خوشتون نیاد، هموطنان عزیزی که و همزبانان من هم همین جور که الان اینجا هستید و کسانی که به صورت ضبط شده برنامه رو گوش میدن، مقصر شما، من، همه ما هستیم که سرنوشتمون این شده که شده. اگر که فردای فروپاشی ما شرکت نکنیم در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر که بسته به زمانه و مکانه فرق میکنه این مشارکت. ببینید الان آقای رایی نیومده به مردم ایران، به اون دختر بچه هایی که واقعا چه شعف و شوری آدم بهش دست میده، اشک شوق به چشم آدم میاد، این دختر بچه ها رو تو خیابون نگاه میکنه که نمیپذیرن. آقای رایی نگفته این کارو بکن اون کارو نکن، من نگفتم، آقای شفایی نگفت، هیچ کدوم از ما نیومدیم بگیم که شماهای باید این کارو بکنید، این مثلا مسئول وزارت آموزش پرورش بیرونش کنید، بهش همون چیزایی که برازندش بود بگید و از مرسه بنزینش بیرون. اینها با قوه خلاقیت و ابتکاری که در هر انسانی هست در اون زمان و مکان استفاده کردن و اون عمل خوب انجام دادن. در کف خیابان ها همینجور داره کم کم اعتراضات به اعتصابات داره به اصطلاح کم کم نشت میکنه. اینا همه این به صورت ریشه‌ایه، از بالا به پایین و دستوری نیست، ریشه‌ایه. برای همینه که موفقه، برای همینه که رژیم کم آورده. خیلی پول میذارن سر این سرکوب ها، خیلی وسیله دارن از سر و سر دنیا، ولی چی شده که اینا نتونستن موفق بشن؟ چی شده که از درون خودشون هرچی میگذره بیشتر و بیشتر ریزش دارن از نیروهای از قوای سرکوب؟ برای اینکه حرکت مردم یک حرکت حقوقی خشونت زدا بوده، اسلحه هست در دست سرکوبگر ولی بی اثر شده، اسلحه هست ولی بی اثر شده. دوست عزیزمون آقای دکتر دلخواسته در سال 57 توی ارتش بودن،
اسلحه بود در دست گارد جاویدان، دستچین ترین های ناب ارتش شاهنشاهی بودن. دستور تیر که میداد یا هوایی میزد یا میزد با آسفالت. الان هم همون جوری داره میشه کم کم. اینجا و اونجا میبینیم که به مردم میپیوندن. در نتیجه ضمانت اجرایی همه اینها خود ما مردم هستیم و اینه که در صحنه بمونیم. الان مدیریت این قضیهی که الان میبینیم اینا همه مردمی بوده، به خاطر اینکه بودن در صحنه. حالا آیا لازمه که 24 ساعت ساره به 12 ماه مردم تو خیابون باشن؟ لازم نیست و نخواهد بود. در شرایط مکانه و زمانه خودش این رو ایجاب خواهد کرد، ولی همش هم این نیست. مثلا چطور شد که توی مثلا آلمان یا توی سوئد یه نفر با کردیت کارت، با کارت اعتباری شهرداری 30 یورو مثلا تو باک بنزین ماشین شخصی خودش بنزین میزنه، مجبور به استعفا میشه، ولی آقای خاوری با و امثال هم با هزارها میلیارد میدوزن میرن، آقای خامنه‌ای میگه کشش ندیم، ما میگیم چشم کشش نمیدیم. این حاضر بودن در صحنه مردم هست. بی خود نیست وقتی که اون مؤسساتی که اندازه‌گیری میکنن میزان خوشی رو، میزان امید رو، میزان ناامیدی رو، میزان عصبانیت رو، میزان به اصطلاح افسردگی و استراب رو. ما کشورهایی مثل مال ما افسرده ترین ها، ناامید ترین ها، مردم ما عصبانی ترین ها هستیم، ولی مردم مثلا سوئد و نروژ و دانمارک و این حرفا، اونا جزو رده های بالا هستن در امیدوار بودن، خوشحال بودن، به همدیگه کمک کردن و به این ترتیب، در صورت که اینا در فرهنگ ما هست. به همین ترتیب همینجا خیلی لازمه که در تایید فرمایش آقای رایی اینو عرض بکنم، اینه که به جنگ روانی توجه بفرمایید. یه جمله رو راتون نره، جنگ روانی مادر همه جنگ هاست، ولی تنها جنگیه که ما مردم میتوانیم در آن دفاع پیروزمندانه داشته باشیم از خودمون. خب پس اگر که ما در این جنگ روانی از خودمون دفاع پیروزمندانه میکردیم، اون اعدام های اول انقلاب پیش نمیومد که بگن آقای نصیری رئیس ساواک به محض اینه که هویتش مشخص شد دیگه باید اعدامش بد کرد دیگه. خانم فرخرو پارسا تا هویتش محرز شد بعد اعدامش کرد دیگه. ما در این جنگ روانی شکست خوردیم. اونایی که اعتراض میکردن لغتشو به کار میگردن، میگفتن سوسول، میگفتن اینا لیبرالن، سوسولن، شولن، انقلابی نیستن، در صورت که این درست ضد انقلاب بود اون چیزی که اونا میخواستن. پس یک حد اقل لازمی از ما مردم در اون جنگ روانی که مادر همه جنگ ها هست پیروز نشدیم. اکثریت مردم شکست خوردن در اون جنگ، در نتیجه تمام جنگ های دیگه در پیش اومد، از جمله جنگ گروگانگیری، از جمله جنگ حمله صدام، تجاوزش به مام وطن، از جمله جنگ برجام، قرارداد وین، از جمله این جنگی که الان در خیابون ها میبینیم. آقای صدرت گرامی خیلی عذرخواهی میکنم، چون آقای شایگانم خیلی وقت دستشون بالاست، ممکنه این بحث رو به یه نقطه جنبندیش بکنیم؟ بله. این همون کسی هم که سرکوب میکنه در خیابون بایستی که در جنگ روانی شکست خورده باشه که بتونه اون اعمال فجیع رو به مردم انجام بده. باید دلش بیاد یه جوری که بزنه، بکشه، ببره، شکنجه بده، زندانی کنه. بله آقای شایگان بفرمایید. درود مجدد آقای دکتر، ببخشید اگر من یه وقت سوالم خارج از بحثه، خب من سوادم در همین حد، ببخشید. من سوال برام پیش میاد و دوست دارم که بپرسم و آگاه‌تر بشم. دو تا موضوع هستش. یک موضوع رو شما الان فرمودین که در مورد مردمی که در اون زمان شکست خوردن، در زمان 57 عرض میکنم شکست خوردن. اول سوالم اینه که اصلا چرا تصور میکنیم، تصور بر این هست که مردم شکست خوردن؟ ببین مردم در اون زمان مردم آگاهی واقعا، یعنی توده عامه جامعه مردم آگاه نبوده. ما وقتی از مردم صحبت میکنیم از روستاهای کوچیک هم صحبت میکنیم، از شهرهای بزرگ هم صحبت میکنیم. آیا از جمعیت فکر میکنم 36 میلیون جمعیت بوده در اون زمان،
فرض بفرمایید چه می‌دونم 20 میلیون 25 میلیون مردم آگاه داشتیم که بعد مشارکت نکردن و شکست خوردش. این یک سوال. سوال دوم در مورد همین رسانه‌ها، یعنی رکن چهارم، رکن پایه چهارم دولت آینده که شاخه یکی از ارکانش، بله شاخه چهارم نه رکن شاخه چهارم، بله شاخه چهارم دولت آینده که رسانه خواهد بود. یک مثال میذارم، من خودم شخصا از تمام رسانه‌های دیداری و شنیداری به کل نمیتونم اصلا قبولشون کنم، چون تا به امروز بیش از 80% ازشون دروغ شنیدم. چطور میتونم اعتماد کنم بر رسانه بعدی، شاخه بعدی، یا هر اون افراد، اشخاصی که قرار پایه‌گذاری کنن، قانون‌گذاری کنن، برنامه‌نویسی کنن یا هر موضوع دیگه که بیام به اونا رأی بدم؟ پس قطعا من مشارکت نخواهم کرد، چون اصلا اعتمادی بهشون ندارم. ممنونم. بسیار خوب. اول که احترام دارم به سواد شما و نظر شما و سوال بسیار خوب شما که سعی کردم جهتش بدم به یک چیز دیگه‌ای که تو ذهن من بود وقتی که اومدم در این جلسه در خدمت شما و از اون سوال اولی که کردید بسیار استفاده کردم و ازتون ممنونم. آقای شایگان عزیز، چطور اعتماد کنم فرمودید. شما تصمیم دارید وقتی که این رژیم فرو ریخت برای به اصطلاح انتخابات قانون اساسی یا انتخابات حکومت، رئیس جمهور یا قوه شاخه مقننه میخواید برید شرکت بکنید یا اعتماد نمی کنید؟ اگر نمی کنید اونم یک جورش هست، یک نحوه فکر کردنه و بعضیا تحریم میکنن انتخابات، اونم یه روشیه. همونطور با همون توضیح میشه در مورد به اصطلاح شاخه رسانه های همگانی. کاملا شما درست میفرمایید در مورد عدم اعتماد به رسانه های تصویری و صوتی. این مربوط به ما هم نمیشه، منحصر به شما هم نمیشه. الان اتفاقا همین 3-4 هفته پیش یه مقاله خیلی خوبی رو خوندم که باور، امریکا رو دارم میگم، باور داشتن و اعتماد داشتن به رسانه های تصویری یه چیزی حدود، اگه درست یادم بیاد، 10-12% بود در امریکا. بقیه رو فکر میکنن دروغ میگن، اینا همش تصویره و عرض کنم که اطلاعات غلط به مردم امریکا دادن. در نتیجه اینها هست. یه موقع هست میگیم که آقا من که کاری از دستم بر نمیاد، من که نمیتونم به اصطلاح تو دل اینو بخونم که میخواد بگه میخوام من رئیس جمهور بشم بعدن یه جوری دیگه عمل نکنه، پس اصلا شرکت نمیکنم در انتخابات. اونم یه روشیه، روش به نظر من درستی نیست. افکار عمومی هستش که کانالیزه میکنه، جهت دهی میده به کمپین و مبارزات انتخاباتی که اصلا کی بیاد روی کار، کی بهش اقبال بشه و کی نشه. مثلا شما تصور بکنید بعد از فروپاشی رژیم افکار عمومی که الان ما به اصطلاح شاهدش هستیم، آیا میپذیرن که آقای رئیسی دوباره خودشو کاندید بکنه بیاد رئیس جمهور بشه دوباره؟ حتی بهترین برنامه ها رو عنوان بکنه که من میخوام فلان کار بکنم، یا آقای احمدی نژاد بهترین برنامه ها رو بگه از زبونش بیاد بیرون، دقیق کسی بهش باور میکنه؟ نه. در نتیجه با اگر که ولی مشارکت نکنیم ما مردم در اون انتخابات، قدرت ها میان و همون احمدی نژاد رو تو همون رسانه های شخصی میکشنش بالا. گفته شد که وقتی آقای احمدی نژاد انتخاب شد توی کابینه اسرائیل یه بطری شامپاین باز کردن و به سلامتی این خبر خوش نوشیدن، برای اینکه خیلی خوب بود برای دولت اسرائیل یه فنومن، یه پدیدهی مثل احمدی نژاد. اونا که واقعا نمیخواد تو کشور ما دموکراسی و مردم سالاری باشه. برای مردم سالاری سالار بودن مردم لازمه. برای سالار بودن مردم اعمال حق حاکمیت لازمه. یه چیز دیگه هم که باید گفت این هستش که هر جامعه، هر فردی و در نتیجه به تبع اون هر جامعه ای پیوسته میتونه و باید تلاش بکنه که مردم سالارتر بشه، حقوق مدارتر بشه. این برمیگرده به فرمایش جناب عالی در مورد اون 35 میلیون نفری که به اصطلاح در ابتدا چطور شد. همون 35 میلیون میلیون نفر بودن که یک توده عظیمیشون بدون کمک‌های خارجی، بدون میلیشیا،
مثل چریکهای فدایی یا مجاهدای یا غیر ذالک با پیروزی گل بر گلوله تونستن این انقلاب رو به ثمر برسونن. خب بسیار مالی، دستشون هم درد نکنه، بسیار کار پسندیده ای بود، دنیا رو وارد یک عرصه و عصر جدیدی کرد. خب ولی متاسفانه اونا رفتن تو خونهشون، نشستن تو صحنه، حاضر نبودن که از همون ابتدا شعارهایی مثل نه روسری نه توسری، یا روسری یا توسری اصلا بتونه یه راهپیمایی داشته باشه. به اندازه کافی ما مردم نیومدیم تو خیابون که دفاع بکنیم از حق پوشش مردم، و به همین ترتیب بقیه چیزای دیگه. در نتیجه چگونه اعتماد بکنیم؟ ضمیر باطن هیچ شخصی رو هیچ کسی نمیتونه بخونه، علم غیب هیچ کسی نداره، هیچ راه دیگه ای نداریم. بالاخره یکی باید بگردونه دیگه، حکومت رو یکی باید بگردونه، مقننه رو یکی باید قانون گذاری کنه. نمیشه که هیچکی نباشه، برای اینکه به مردم آدم نمیتونه اعتماد بکنه، یک کسی باید بکنه این کارو. گردانندگی رسانه‌های همگانی هم بالاخره یک کسی باید اینا رو اداره بکنه. حالا شما بگید که فرمودید که سوالتون رو نوشتم، من چطور اعتماد کنم؟ بسیار مهمه. جواب من میدونید چیه آقای شایگان عزیز؟ اعتماد نکنید. اصلا اعتماد به هیچ کس نکنید. حتی بهترین آدمی که میاد به قدرت میرسه، سازوکارهای قدرت یه جوریه که میتونه فاسد کننده باشه. اعتماد نکنید. و چجوری اعتماد نکنید؟ با انفعال برید تو خونتون بشینید در رأی‌گیری‌ها شرکت نکنید؟ نه، بر اساس یک انسانی که محدودیت‌های اندیشه یک انسان متعین را داره که هممون داریم. شما برید ببینید که کی خوبه بیاد بشینه تو اون دفتر به عنوان ریاست جمهوری یا به اصطلاح شاخه رسانه های همگانی، ولی بمونید در صحنه که آقا تو اینجا قول دادی که این کارو بکنی، داری عکسشو میکنی. اون وقت اون سازوکارهایی که در قانون اساسی حقوق‌مدار فراهم شده میشه از اونها استفاده کرد و یک کسی رو که انتخاب کردیم رو از اون مقام عزل بکنیم. مردم سالاری فقط انتخاب کردن نیست، بسیار 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 مهمتر از انتخاب کردن عزل کردن هست. یک کسی برسه به یک مقام و منصبی، بله این یه مقداری از به اصطلاح دموکراسی های معمول امروزه، ولی به گفته اون اندیشمند بزرگ به محض اینه که رأیتون رو انداختین تو صندوق رأی، شما خودتون رو دیگه از حق اعمال حاکمیت ملیتون محروم کرد. ولی خب محدودیت های زمان و مکانه الان این شکلی هست. اعتماد نکنید، بمونید در صحنه، همون جوری که یک کسی رو آوردید به صحنه، به یک مقام و منصبی رسوندینش با انتخابات آزاد، اون حق رو هم بایستی که در اون قوانین اساسی و قوانین موضوع باشه و با حضور در صحنه برای عزل اون اشخاص. بله بسیار ممنون جناب آقای صدارت. من الان اون پرسشی که داشتم از خدمتون بپرسم، البته اگر جای اشتباه میکنم لطفا منو اصلاح کنید، که من اینطور متوجه شدم که این شاخه چهارمی که فرمودین در دنیای دیگر، یعنی در دنیای دموکراتیک الان که در کشور غربی حالا هستش نیست در واقع، یعنی همه همون سه قوه هستن. این در واقع آیا این یه الگوی جدید، یه کار جدید هست یا یک الگو هست؟ و بسیار عالیه و خیلی من این رو میپذیرم، فقط این که احساس میکنم خیلی ایدئال هستش و اگر که چنین چیزی در جای دیگه نیست و ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، از اون نظر میگم که ایدئال هست. فکر نمی کنید که نیاز به یک فرهنگ سازی داره با توجه به این که این چیزی که الان در ایران هست و اون افکار عمومی که هست؟ حالا صحبتی که آقای شایگان هم کردن هم باز من میتونم به اون هم ربط بدم، حالا عدم اعتماد یا هر چیزی، و در واقع من احساس میکنم اگر چنین چیزی در جوامع بین المللی دیگه نیست، در کشورهای دموکراتیک نیست، یک قدم بسیار بزرگی هستیم و این فکر میکنم که نیاز به یک فرهنگ سازی هم داره. حالا خیلی دوست دارم نظر شما رو بشنوم راجع به این. اجازه بدین جواب بدم بعد بگو سراغ آقای رایی. بله.
همه کشورها چهار قوه ندارن، مثلا چین 5 تا داره، اگه درست یادم بیاد مجارستان هستش که 4 تا داره، ولی اون چهارمی و پنجمی در جهت اعمال قدرت قدرتمداران هست. این اصلا یه چیز دیگه است، در جهت وارد شدن مردم در مثلا در چین یکیش هست ممیزی، که چجوری کارمندای دولت و ارتش و فلان حرفا رو انتخاب استخدام کنن اینا. ولی اینه که به اصطلاح رسانه‌های ملی، رسانه‌های همگانی یک شاخه جدیدی باشن، شاخه چهارمی باشن، تا اونجایی که من اطلاع دارم میگم این برمیگرده به بیش از 20 سال پیش، اولین مقالش هم سال 2005 منتشر شد، ندیدم جای دیگه. امیدوارم که اگه کسی دید حتما منو اصلاح بکنه که بگم. در نتیجه نخیر، این پیشنهادی که کرده شده یک پیشنهاد جدیدی است، جای دیگه اتفاق نیفتاد. فرمودید که نیاز به فرهنگ سازی هست و فرمودید که با توجه به شرایط فرهنگی امروز این شاید ایدئال باشه. یعنی در واقع به درستی هم فرمودید که ممنونم که گفتید که این ایده خیلی خوبی هست، ولی یک ایدئاله. نیاز به فرهنگ سازی هست با توجه به شرایط مکانه و زمانه امروز. یعنی در واقع اگه بخوایم ترجمهش بکنیم این هستش که یه نفر بیاد بگه که این خیلی چیز خوبیه، ولی مردم ایران در حال حاضر برازنده چنین چیز خوبی نیستن. همونطور که آقای خاتمی گفت، مردم سالاری با کدام مردم؟ مردم سالاری ایدئال هست، ولی با کدام مردم؟ با این مردمی که من به عنوان رئیس جمهور محمد خاتمی هستم و میبینم، اینا الان مردم سالاری اصلا معنا و مفهومی نداره که این راجبه مردم سالاری با این مردم صحبت بکنیم. بعد وقت این سوال از اون شخص پیش میاد که کی تصمیم میگیره که چه چیزی که خیلی هم خوب هست و ایدئال هست، موقعش و مکانش، زمان و مکانش کی هست و کجا هست، کی تصمیم میگیره؟ یه نفره، یه حزب، یه تشکیلات؟ اگر چنین حقی رو برای یک نفر، یک حزب، یه تشکیلات قائل بشیم، از اینی هم که هست بدتر خواهد شد که یه کسی بیشینه تصمیم بگیره که نه این خب خیلی فکر خوبیه، ولی الان یه کمی زوده، الان نمیشه این کارو کرد، ایدئاله. حالا من به شما یه چیز رو میگم، ایدئال مگه چیز بدیه؟ ایدئال خیلی هم چیز خوبیه، آدم الگو داشته باشه. شما مثلا به عنوان شمای نوعی رو میگم، منظورم شخص جنابالی نیست، هر کسی میره دکتر، میره فشار خونشو میگیره، قندشو میگیره، چی؟ بر چی این کار میکنه؟ برای اینکه ایدئالش اینه که سالم بمونه دیگه. خب نره، برای اینکه به هر حال همه آدم ها هر یه روزی میمیرن دیگه، مریض میشن. این چه ایدئالیه که یک شخصی میخواد خودشو زحمت بره به دوا و دکتر و عمل جراحی و آندوسکوپی و فران از یرفا برای اینکه سالمتر زندگی کنه. این سلامت طولانی تر رو نگفتن ایدئاله، حالا ببینیم بعدن چی میشه که مردم برازندش هستن. اینو اعمال کردن که طول متوسط طول عمر از 30-40 سالگی رسیده به 70-80 و داره میره به سمت 90 اگه به خاطر کووید نبود که یکی دو سه سال افتاد پایین متوسط عمر. در نتیجه خیلی هم خوب هست. ببینید الان ایدئالی که من در نظرم هست برای گردانندگی یک کشور، مردم سالاریه، یعنی قدرت سالاری نه، مردم سالاریه، مردم سالاری مشارکتیه، مردم سالاری مشارکتی مشاورتیه، مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیمه. یعنی ما مستقیما یه وسایلی در اختیارمون باشه که آقا یه کسی اومد گفتش با جنگ روانی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، ما بتونیم رأی بدیم آقا حق مسلم ما هست، انرژی هسته‌ای در کشور آفتابخیز و بادخیز مثل مال ما اصلا چنین چیز قابل ترک کردن هست یا نیست، یا مثلا اسلحه اتمی داشته باشیم یا نداشته باشیم. ایدئال اونه. الان اونجا هستیم، خیر، با فروپاشی رژیم ولایت مطلقه فرداش به اونجا خواهیم رسید ابدا، ولی در اون جهت حرکت داریم میکنیم، یه ایدئالی رو در نظر میگیریم، در اون جهت حرکت میکنیم. شما از شمال شرقی ایران میخواییم برید به جنوب غربی ایران، طولانی ترین راه. ایدئالتون اینه که از مشهد برسیم به آبادان، خیلی راه طولانیه، ولی با یه قدم شروع میشه، اون یه قدم رو باید بردارید. نه اینکه بگید ایدئال، ایده من رفتن به آبادان اصلا غلطه، برای اینکه خیلی طولانیه. میگید نه به این دلیل، به این دلیل من میخوام برم آبادان، بسم الله اولین قدم رو برمیدارم.
در مورد مردم سالاری مشارکتی مشاورتی مستقیم هم همینجور. اون وقت اگر که ما به کمک همدیگه بتونیم در مورد این شاخه چهارم به اصطلاح دولت صحبت بکنیم و رسانه‌های ملی رو که بودجه‌ش ما مردم میده رو در اختیار مردم قرار بدیم که ما مستقیما انتخاب بکنیم و اونا مستقیما به ما پاسخگو باشن، این قدم مشهد تا آبادان یه مرتبه یک قدم خیلی بزرگی میشه، یه مرتبه یک اتفاق خیلی عظیمی در تمدن بشریت میفته، برای اینکه ما برای اعمال حق حاکمیتمون بایستی که اعمال حق مطلع شدن و مطلع کردن در اختیارمون باشه، یعنی از خودمون سلب نکنیم، حقمون ذاتیه، در اختیارمون هست، فقط باید ازش استفاده بکنیم، ذات در ذات بشر، و اون هم با دو دسته حقوق دیگه، استقلال و آزادی. در آزادی آزادگی، در استقلال خودانگیختگی، بتونیم این سیر آزاد و مستقل اندیشه و خبر و نظر رو خودمون بر اساس ایدئالمون مدیریت بکنیم. هر شخصی، هر خانواده‌ای، هر گروهی، هر تشکیلاتی، هر حزبی، هر ملتی میتونه و باید سعی بکنه که پیوسته مردم سالارتر بشه. الان ایدئالی که الان هست، وقتی که بشینید در اون ایدئال بدون سانسور و خودسانسور راجبش فکر بکنید، ببینید که از اینم بهتر میشه این کارو کرد. هر کار انسانی رو میشه بهتر انجام داد. ولی اون نباید، بعضیا دیدید خیلی هم، یه آقای دکتری بود، خیلی مطالعه داشت، خیلی مطالعه داشت، خیلی دکتر خوبی هم میتونست بشه، ولی آخر سر نشد دکتر، شد معلم انگلیسی در مدرسه طب، با به اصطلاح ترمای پزشکی رو که احتیاج به یک طبیب داره راجبش صحبت کردن. گفت من نمیتونم طبیب بشم، برای اینکه اون ایدئالی رو که بهش فکر میکنم رو نمیتونم در بالین مریضم اجرا بکنم. یعنی این شخص با عدم اعتماد به نفس فردی و عدم اعتماد به نفس جمعی، و در مورد موضوع صحبت ما عدم اعتماد به نفس ملی، نتونست در سامانه بهداری کشور، بهداشت و پیشگیری و درمان کشور شرکت بکنه به عنوان یک طبیب در بالین بیمار. در مورد شاخه چهارم هم همینجور، بگیم ایدئال خیلی خوبه ولی الان وقتش نیست، الان مردم ما اون به اصطلاح برازندگی رو ندارن، اعتماد به نفس جمعیمون ملیمون کم بوده، و راستش رو بخواید اعتماد به نفس ما کم می شود اگر در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت، علیه ما مردم شکست بخوریم، وگرنه ما بسیار توانا هست. الان ببینید تو خیابونای ایران داره چی میگذره. بله آقای رای. بسیار ممنون جناب آقای صدارت. البته من فقط یه کوتاه بگم خدمتتون، من اصلا منظورم این نبود که 100% حتما حتما تمام مردم ایران لایق بهترین ها هستن. من صرفا به خاطر اینکه عرض کردم خدمتتون که چون حالا این قبلا انجام نشده و با توجه به حالا عقبه‌ای که در کشور ما هست، صرفا فقط میگفتم که آیا نیاز به فرهنگ سازی داره، چون به هر حال حتما در زمانی که بخواد انجام بشه این مسائل، ما با موانع و مشکلات بسیار زیادی مواجه خواهیم شد. درسته؟ درسته، من شکی ندارم در به اصطلاح نظر و نیت شما، شما رو من آقای خاتمی نمیبینم به هیچ وجه، وگرنه الان اینجا نبودیم دوره هم بشینیم یه بحث دوستانه رو داشته باشیم. ولی این رو قدرت مداران ازش استفاده میکنن و ما رو منفعل میکنن که کردن. یعنی این نظر حتی تو خود ما که یه کانون حقوق بشر هستیم، وقتی که به یه شکل دیگه این مطرح نشه، اونی که شما پرسیدید خیلی درسته، فرهنگ مردم سالاری، فرهنگ سازی. ما داریم الان ما داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم فرهنگ سازی میکنیم. بله دقیقا. یعنی الان این جلسه تموم بشه دیگه تموم شد، فرهنگ مردم سالاری ساخته شد؟ دقیقا نه. من میدونم که شما منظورتون چیه، ولی ما نمیدونیم بعدن کی اینو گوش خواهد کرد. مجبوریم توضیح بدیم و مجبوریم از یک مثال هایی صحبت بکنیم که در سابق یه تبعات بدی رو داشته، وگرنه اصلا به هیچ وجه توهین اینه که بگم شما از خاتمی هستید رو روا نمیدارم به شما. ممنونم از شما جناب آقای رایی، بشنویم شما. خیلی خیلی ممنون. من صحبتامو از همون سوال آقای شایگان شروع میکنم، چون به نظرم رسید، البته میتونه برداشت من باشه، خود آقای شایگان میتونن
اگر اشتباه میکنم توضیح بدن، که شما آقای صدارت اونو جواب ندادین. به جنبیش اشاره کردین، اعتماد به نفس و اینکه مشارکت داشته باشیم، اما آقای شایگان به نظرم میرسه یا کسانی که، یا حداقل این سوال مطرح میشه که نه سکوت نکردیم اون اول انقلاب، بعد از اینکه مثلا در مجلس نامزد نشدیم، میخواستیم اون وضعیت رو، مردم اون وضعیت رو میخواستن، مردم شریک اون جریان هستن، نه اینکه مردم مثلا سکوت کردن یا کمکاری کردن یا ادام اومدن، نه مردم اونو میخواستن. به عنوان مثال میشه گفت موقعی که اعدام میکرد خمینی، بسیاری از سازمانهای چپ کورا میکشیدن و میگفتن بیشتر بکنید، طاغوتیار بیشتر بکشید، یا یه قسمتی از مردم خشونت رو میخواستن. اون زمان حتی این سوال تو ذهن مردم خیلی اگرم بوده کم بوده که شعار مرگ بر نباید داد. حالا یه عده میگه مرگ بر نباید داد. پس بنابراین در اون خشونت یه قسمتی از مردم دست داشته. یکی از این زاویه میشه موضوع رو بررسی کرد. از زاویه دیگه هم که میشه بررسی کرد اینه که ماها یک جاهایی فکر میکنیم که سوء زن پیدا میکنیم، یعنی از مشارکت دست برمیداریم برای اینکه فکر کنیم یه عده‌ای دارن توطئه میکنن، دیگه بیفاید است، ناامید میشیم، سوی زن پیدا میکنیم، یا اینکه اصلا سوی زن پیدا نمیکنیم، واقعا اون وضعیت ناصحیح هست، بنابراین سریع دست از اقدام برمیگردیم که مبادا آلوده بشیم. به عنوان مثال حکومت موقت آقای بازرگان جایی که نباید استفاده میداد استفاده داد برای اینکه آلوده نشه به اون بازی ها، در سری خودش بازیگر جریان بود و لازم بود نقش خودش تا اون آخر بازی کنه، وسط نقش بازی نقش خودش رو، به این علت که مثلا با مثلا در کشورهای دموکراتیک موقعی که کسی موافق نیست استفاده میده استفاده، در صورتی که اون نظام شکل نهادینه نشده بود و هنوز کار جمعی لازمه که در اون انجام بگیره. پس بنابراین این جنبه از نوع برخورد ما هم مطرح میشه. اما نکته دیگه که مطرح هست، شما فرمودید که درست هم فرمودید که ملت ما ملت عصبانی هست، شادی ملت‌های شاد دنیا رو نداره. من در گزارش پارسال انستیتوی شارپ فکر کنم درسته دیدم که علاوه بر کشورهای اروپای شمالی، فنلاند و اتریش، حتی کشورهای امریکای جنوبی هم جزو کشورهای شاد گذاشته، ملت‌هایی که از اقتصادی و از نظر اجتماعی در حد میشه گفتش که کشورهای بعضی حداقل بعضی کشورهای خاورمیانه هستن. و بنابراین میبینیم که وضعیت نوع فرهنگ، نوع رابطی که با هم دارن در اونا شادی رو نگه داشته، فورا به رقص و شادی میپردازن، ولی برای ما که هزارها گریه کردن رو ارزش میدونیم، حالا یهو به این ملتی که انرژی خودش تو کینه و نفرت و فوش و بعد بیرا و نمیدونم مرگبر و نمیدونم اعدام باید گردد و نمیدونم اینا ریخته، یهو بخوایم شاد بشه، خب این کاری یه روز دو روزی نیست. و بنابراین در اینجا ما میبینیم که سهم جامعه در واقع پابرجا کردن یا دیر پا کردن استبداد کم گاهی و در حداقل از جنبه‌های کم نیستش. موافقم با شما که جنگ روانی است، اما علاوه بر جنگ روانی میتوان گفت وضعیت روانی روحی ما این گونه است. یعنی دارم یه قسمتی از صحبت‌های آقای شایگان رو تایید میکنم که فکر نکنیم که ما کم مقصر بودیم، خودمون خواستیم این کارها رو. به عنوان مثال یک مثال دیگه میزنم و اون این استش که در اون زمان حزب توده طرفداری میکرد از اتحاد جماهیر شوروی. سفیر شوروی اومد پیش آقای بنی صدر که رئیس جمهور اون موقع بود که شما اگر این کارها رو بکنید با شما موافقیم، برای این کار نکنید ما بیریم طرف حزب جمهوری اسلامی و خمینی در واقع، که اولا شما نگید در درون شوروی چیز هست راسیسم وجود داره، نگی در جنگ در افغانستان دخالت نکن و نگو که به آبهای گرم خلیج فارس در زیر، اگر اینا رو بپذیری ما با شما همکاری کنیم، نمیریم با اون همکاری میکنیم. بعدش هم آقای کیانوری آمد همین حرفا رو تکرار کرد، آقای بنی صدر هم نپذیرفت که برای که دخالت توی امور داخلی ماست و من چجوری میتونم بگم شما بیا توی
من میگم امریکا از خلیج فارس دنکه هرمز بره بیرون، حالا شما منم بیا، بنابراین من نمیتونم بپذیرم. و بنابراین اونا رفتن با افسداد ساختن بر علیه دموکراسی ما. بنابراین نقش خود ما، نقش سازمان‌های سیاسی که به اصطلاح برای مردم مبارزه می‌کردن اما در واقع جهتدار عمل می‌کردن، چرا که اون موقع فکر کردن دو جبهه وجود داره، یا جبهه سرمایه‌داری یا جبهه سوسیالیستی، و خمینی در جبهه سوسیالیستی است، آقای بنی‌صدر مثلا نیست، یعنی مردمی که به او رأی دادن نیستن، خود خمینی متأهل است، برای اینکه این جبهه سرمایه‌داری رو باید شکست داد و همه باید متحد بشن با اون سیاست‌هایی که اتحاد جماهیر شوروی میگیره. اما من به اون جنبه خارجیش کار ندارم، به اون جنبه داخلیش کار دارم که قسمتی از ما این سیاست‌ها رو پذیرفتیم، حالا به اسم اینکه چپ هستیم یا به اسم اینکه مذهبی هستیم، شیفته خمینی بودن مردم، یه دی از مردم بودیم، یا جنبه‌های دیگه. یعنی میخوام بگم که این آلودگی‌ها کاری نیستش که راحت بتونیم در واقع تئوریزش کنیم، زمان لازم داره، یعنی تئوریزه بکنیم و اجراش بکنیم. میتونیم تئوریزش بکنیم، میتونیم راه حل ها رو پیدا کنیم، و حق با شماست که ایدئال جدا از واقعیت نیست، اما این واقعیت به طرف ایدئال رفتن رابطه تنگاتنگ و کارهای تنگاتنگ و ریز لازم داره، و به تدریج گفتگوهای دموکراتیکی لازم داره، تشویق‌های دموکراتیکی لازم داره که گسترش پیدا کنه تا اون جنبه های منفی در واقع کمتر بشه، و در واقع نقش نقد و نقش عقل نقاد در اینجا مطرح میشه در همون رسانه ها که لازمه بزرگ بشه، از نقد نترسیم. بنابراین یک مشکل فرهنگی دیگه دوباره پیش میاد، موقعی که نقد میکنیم هزینه ها در کشور ما بالاست، فکر میکنیم که مثلا اگر نقدی رو بپذیریم چیز شدیم، خرد شدیم، ضعیف شدیم، بنابراین طرف میخواد سوء استفاده بکنه، و بنابراین در اینجا پذیرش این عقل نقاد، پذیرش این گفتگوهای سازنده و پیدا کردن نقاط ضعف متاسفانه گاهی وقت هزینش باراست. من صحبتهای من امیدوارم که شما به این جنبه هایی که گفتم اونجایی که مایل هستین توجه بفرمایید. مرسی. ممنون جناب آقای رای. آقای سعادتی رو بشنویم. جناب سعادت، صدات در خدمتتون است، بفرمایید. آقای سعادتی، درود خدمت دوستان عزیز. من یک سوالی داشتم از این دوست عزیزمون که گفتن مردم خواهان این بودن که بیشتر بکش، ولی با اینکه من روزنامه‌ای هست از اطلاعات بود فکر کنم که منم سرچ کردم، حوزه علمی خواهان اعدام بیشتر بود. من منظور ایشون رو از مردم متوجه نشدم. اگر حوزه علمیه رو میگن که خواهان بود که جزء مردم نبود، و این که میگن انتقادها توی ایران کارساز نمیشه چون اینها خودشون رو از سمت خدا میدونن، مثلا خود آقای خامنه ای احساس میکنه که با امام زمان در ارتباطه و به خاطر همین فکر میکنه هر چیزی که میگه درسته، و اگه کسی بیاد نقد کنه برخلاف حرف خدا حرف زده. به خاطر همین به هیچ عنوان نقد توی جمهوری اسلامی ایران اصلا را نمیره، یعنی اصلا امکان نداره. من می‌خواستم بدونم این مردم کیان که خواهان کشتار بیشتری بودن. آقای سعادتی عزیز، من تصور نمی‌کنم همچین عرضی رو کردم، برای اینکه باور ندارم بهش. مردم عرض کردم که در صحنه وجود نداشتن به اندازه کافی. یک حداقل لازم، این فرق داره با اونی که بگیم مردم خواهان این بودن که بیشتر بکش. اون چیزی که من عرض کردم این بودش که مردم به اندازه کافی در صحنه حضور نداشتن که اعتراض بکنن به اون اعدام‌هایی که در به اصطلاح اوایل انقلاب داشتیم. بعد در مورد اینه که نقد پذیر نیست چنین رژیمی، اونم فرمایشتون کاملا درسته. یک دوست دیگری صحبت کردن اینجا، الان آقای سعادتی نوشتن، به یادم نمیاد، حالا اگر که خود اون دوستی که شما شنیدید اینو بخوان توضیح بدن منم خوشحال میشم بشنوم، برای اینکه به نظرم چنین چیزی نبود در اول انقلاب که بیشتر مردم بخوان که بیشتر بکشن. فرمودید که نمیشه نقد کرد چنین رژیمی رو، کاملا درست میفرمایید. اینم میگه که من از اون بالا دستور میگیرم، پس دیگه هیچ جای نقد و این حرفام نیست. حالا من به شما عرض میکنم، نمیدونم جناب والی در کدوم کشور زندگی میکنید، من در امریکا زندگی میکنم،
اینجام هر چیزی رو که یه خورده‌ای بوی غیر سرمایه سالاری، اون نئولیبرالیسمی که الان به اصطلاح هست، داشته باشه، فوری یک دونه برچسب ارزم به خدمت شما سوسیالیست به کله آدم میزنن. چند سال پیش میگفتن کمونیست که حالا شوروی فرو پاشیده میگن سوسیالیست. مثلا آقای برنی ساندرز این عقاید خیلی خوبی داشت نسبت به بقیه و اصلا امکان اینو پیدا نکرد با اینکه سناتور موفقی هم بود و اینا که بتونه به اصطلاح بیاد به دوره‌های پایانی انتخاباتی. در نتیجه وقتی که توتالیتر باشه، نمیدونم تشریف داشتین در ابتدای جلسه، اونجایی که عرض کردم که اگر که در ایران ولایت مطلقه فقیه هستش یا قبلا ولایت مطلقه پهلوی بود، اینجا در امریکا مادر شهر سرمایه سالاری ولایت مطلقه سرمایه هست، ولایت مطلقه سرمایه سالاری هست و هر چیزی که یه خورده بگه به ترنج قبای ارزم به خدمت شما سرمایه داران خدشه‌ای وارد بشه، چماقی است که یکی بعد از دیگری به سر آدم فرود میاد. در نتیجه این هم به خاطر این بوده که مردم امریکا یه حداقل لازمی از ما از مردم امریکا در صحنه حاضر نبودن که بلایی مثل ترامپ سرشون نیاد. حالا چطور بشه در این انتخابات که یکی دو ماه دیگه هست و چطور بشه در انتخابات 2024، خدا میدونه که این به اصطلاح کشور امریکا در به چه درجه از افول و سقوط رسیده، باید صبر کرد و دید. ولی فرمایشتون در این زمینه با این توضیحی که دادم درست بود. ممنونم از نظر آقای سعادتی عزیز. سپاسگزار جناب آقای صدارت. خب دوستان عزیز، اگر که نظر یا پیشنهادی دارین و در بحث میخواین صحبت کنین، لطفا منو با علامت دست راه نمایی کنین. بله خانم رضاوند بفرمایید، خواهش میکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همکاران گرامی و مهمانان گرامی، جناب صدارت عزیز و جناب رایی گرامی. من فقط میخواستم یه مطلبی رو عرض کنم. جناب رایی فرمودن که برای اعدام ها گاهی اوقات بعضی افراد واقعا خوشحال هم بودن به این مسئله، چه بسا میشه گفت بله به نوعی، اما دلیل داشت. چون یکی دو مورد هم شاید شما بین خودمون دیدیم تو همین مسئله رسانه هاست و کار کسیفی که رژیم میکنه، افرادی رو که میخواد اعدام بکنه، علت اعدام رو میاد به نحو دیگری بین مردم جور دیگری نشون میده. مثلا این شخص قاچاقچیه، این شخص تجزیه طلبه، در واقع مطالبی رو عنوان میکنه که مردم نقطه حساسشونه. من هیچ وقت یادم نمیره وقتی که این جوان عزیزمون پناهی رو، فکر میکنم مراد پناهی بود یا حسین مراد پناهی رو اعدام کردن، دختر خانومی اومد گفت من چقدر خوشحال شدم این اعدام شد. یعنی شوک بود برای ما، ساعت 4 صبح اعلام گفتن که امروز 4 صبح ایشون اعدام شد. و ایشون گفت من اصلا یادم شوک شدم که چرا انقدر خوشحالی از اینکه یک انسان و یک جوان. گفت این تجزیه طلبه، ما اجازه نمیدیم کشورمون رو تجزیه کنن. این نقطه حساس مردمه و این دروغ‌هایی که اینها میگن، هرچند به ما آموزش ندادن، هر کس حق اظهار نظر داره، حتی اگر به اشتباه، که بیایم ریشه‌اش رو پیدا کنیم، چرا تو تجزیه طلبی؟ و وقتی درد دل میکنه متقابلا ما هم گام میشیم باهاش، بله این امکانات رو نداره، دیده شاید دیده چاره‌ای نداره و میشه نظرش رو برگردون. اما این تبلیغات سو که رژیم از رسانه استفاده میکنه و دروغ‌هایی که بین مردم میباشه و سمپاشی که میکنه، باعث میشه گاهی اوقات مردم بیان بگن که اینها مثلا قاچاقچیان، اینها قاتلان زنجیره‌ای هستن، اینها تجزیه طلب هستن. یک مقدار هم باید به مردم حق داد. متاسفانه سری باور میکنن و سری جبهه میگیرن. یعنی این نیست که مردم از اعدام خوششون بیاد و دوست داشته باشه، اصلا اینطور نیست. ولی از اون جهت هم باید مقدار ریشه یابی کنیم که چرا بعضی ها، نه همه، بعضی ها سریع وارد میشن، آره خوب شد واقعا این همه جنایت کردن، این همه تجزیه طلب، ما دلمون نمیخواد، ما حساس. این کارهای تبلیغات منفی رژیم هم هست که باعث این مسئله هم میشه. ممنونم، من ماشو در اختیارتون میذارم. سپاس بانو رضاوند عزیز. آقای رایی رو بشنویم. جناب اگه اجازه بدین قبل از اینکه بریم به سوال کننده بعدی، من ممکنه یادم بیاد صحبت های خوب خانم رایی. خیلی ممنونم خانم رضاوند عزیز با نکته مهمی که مطرح فرمودید.
یه جمله رو تکرار میکنم، جنگ روانی مادر همه جنگ هاست و تنها جنگی است که ما مردم دفاع پیروزمندانه، وسایل دفاع پیروزمندانه از خودمون رو در این جنگ داریم. جنگ روانی که راه افتاد باعث شد که به اصطلاح اون دوست شما اون نظر بده راجع به اینه که تجزیه طلب رو باید کش و نباید کش، یا قاچاقچی و این حرفا رو باید کش و نباید کش. اینجا تو نیویورک تظاهرات ضد اعدام بود، یک جوانی که دلش کاملا به درد آمده بود از اعدامهایی که شده بود، داشتیم تظاهرات ضد اعدام میکردن، همینجوری صحبت هم میکردیم در اون راهپیمایی، گفتش که این آخوندا برن اینا به محض اینکه از قدرت بیفتن من خودم 100 تاشون رو اعدام میکنم. گفتم آقا ببخشید ما الان تو تظاهرات ضد اعدام هستیم. در نتیجه علارغم اینه که این هموطن بسیار عزیز و جوانمون در اون تظاهرات ضد اعدام داشت در اون هوای سرد داشت راه پیمایی میکرد، ولی خودش متوجه نشد که در جنگ روانی شکست خورده و صلاح دونسته که به حق حیات یک انسانی تجاوز بکنه. شما مثلا فرض بکنید که مثلا دیگه حالا همون تجزیه طلب دیگه از اون بالاتر نیست، بگیم مثلا بود اون شخص تجزیه طلب، چقدر خوب میشد که در یک محیط سالم غیر خشن اون رو بیاری باش بحث بکنی که تو چرا آخه تجزیه طلبی، به جایی که آویزونش بکنیم به درخت، مثل اینه که میگن آخوندا رو بعد به تیر چراغ برق آویزون کرد. اینا رو ساز و کارهای این قضیه رو بفهمیم که چی بوده. شما ببینید وقتی که انقلاب شد، کسانی که در دست گرفتن مدیریت زندان اوین رو و بازجویی ها رو، اطلاعات و امنیت و سپاه و بسیج و این حرفا رو، اینا بسیارشون سابقه امنیتی داشتن در رژیم ولایت مطلقه پهلوی. چی شد که آقای لاجوردی شکنجه شده تبدیل شد به قصاب اوین؟ خیلی خوشحال شدن از کشته شدنش، ولی من ترجیح هم این بود که به حق حیات لاجوردی تجاوز نشه، که در یک محیط سالمی بشه ببینیم که چی شد که از یک انسان شکنجه شده یکی از سبوترین شکنجگران ساخته شد. خیلی عجیب و غریبه که باز دوباره شکنجگرانی بعد از سقوط فیزیکی این رژیم هم درست بشه. نه اصلا بعید نیست. کار شماها اینه در یک به اصطلاح جنبش حقوق بشری که حقوق رو همه مکانی، همه کسانی، همه زمانی، همه کسانی بدون هیچ تبعیضی بدونید، در نتیجه اون قاضی صلواتی رو نباید اعدامش کرد، آقای رئیسی رو نباید اعدامش کرد، اون چی که نظر من هست. ببینیم که تو چی شد که به اینجا رسیدی، و از اون مهمتر اطلاعات در اختیار قرار بده. مثلا فرض کنید آقای خامنه‌ای تنها کسیه که باقی مونده از اون گروهی که بودن در مورد به اصطلاح بحران‌های بسیار بزرگ، یکیش گروگانگیری، یکیش یعنی اشغال سفارت امریکا تبدیل شدنش به 444 روز گروگانگیری، یکیش ادامه جنگ، یکیش کودتای خرداد 1360 و این قضیه اتم و اینجور چیزا. اون چیزایی که اون پشت پرده میدونه رو مال ماست. این حقایق، حق مطلع شدن ما داریم، ما باید بدونیم چی شده، چی شد که انقلاب با گروگانگیری تبدیل شده ضد انقلاب، این ایده از کجا اومد، واسطش از امریکا به داخل ایران کی بود. در نتیجه حتی اعمال کردن خشونت و تجاوز به حق واضح ترین به اصطلاح آدم هایی که خشن هستن، متجاوز به حقوق هستن، با دلایل مختصر که عرض کردم نمیتونه تبعات بدی نداشته باشه. برای رسیدن به صلح و امنیت و آرامش، به مردم سالاری، برای اون هدف نمیتونیم از وسیله خشونت و اعدام باید گردد استفاده کنیم. قطعا نمیرسیم به مردم سالاری و صلح و صفا و دوستی و حقوق مداری. ممنون جواب صدرت. اتفاقا معذرت میخوام، یه چیزی دیگه ای هم الان من یادم افتاد در مورد مسئله اعدام در امریکا. اینجا تزریق میکنن داروهای بیهوشی به مردم، به کسایی که میخوان اعدام بکنن از اونا میزنن بهشون با دوز سمی تاکسیک که مسموم میشه و میمیره، نفس نمیکشه میمیره. شرکت های داروسازی که این داروها رو میسازن، مثلا میدازولم یا چیزایی مثل اون، اونا نمیفروشن به زندان هایی که توش اعدام میشه.
الان زندان هایی که تو امریکا اعدام میکنن مسئله دارن واسه پیدا کردن خرید این داروها. بعضی از اعدام ها به تأخیر افتاده برای اینکه فشار افکار عمومی، یعنی یه حداقل لازمی از مردم در صحنه بودن که این کار رو تابو و زشت هستش در به اصطلاح افکار عمومی که تو یه جوری مشارکت بکنی در اعدام یک فرد. خب مردم امریکا همشون کار و زندگیشون رو نذاشتن زمین که بیان به اصطلاح دور اون شرکت راهپیمایی بکنن بگن که آقا نفروشین دارو رو به زندان ها واسه قتل دولتی. پس در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر بدون اینکه کار و زندگی و تفریح و خواب و خوراکشون رو مورد خدشه بکنن مشارکت کردن و به همون اندازه هم موفق. بله ببخشید که حرفتون رو قطع کردم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. دقیقا میخواستم در ادامه صحبت شما بگم از زمانی که حالا این شایعه یا حالا هر چیزی که بود در مورد مرگ علی خامنه‌ای منتشر شد، همین دو سه هفته پیش شروع شد، اتفاقا من جز کسایی بودم که ناراحت بودم، یعنی میگفتم امیدوارم که این خبر صحت نداشته باشه چون باید این آدم زنده باشه و واقعا محاکمه هم بشه. جناب آقای رای گرامی بشنم شما رو بفرمایید. خیلی ممنون. ببینید آقای سعادتی، من نگفتم اکثر مردم ها یا کلیت جامعه یا قسمت بزرگی از جامعه، نمیدونم تا چه حدی از جامعه با آمار گرفته میشد چند درصد مردم با اون اعدام ها موافق بودن، اما سازمان های سیاسی رو میدونیم که موافق بودن بعضیشون، سازمان مجاهدین رو میدونیم، سازمان فدایان رو میدونیم، میدونیم بعضی از سازمان ها موافق اون اعدام ها بودن و معتقد بودن اون طاغوتی ها رو باید اعدام کرد. برای شما یه نمونه مشخصی رو بگم، بعد از کودتای سال 60 سازمان فدایان اکثریت از مردم خواست که اونهایی که مخالف در واقع این سیستم هستن رو معرفی کنن به سپاه پاسداران، رسما اینو گفت، رسما اعلام کردن. پس بنابراین میبینیم که خشونت وجود داشت. آقای بنی صدر رفت موقعی که اون اعدام های اول رو کردن، حالا چرا آقای بنی صدر رفت بعضی اون اعدام های اول رو کردن دانشگاه شریف؟ به این علت که در پاریس 20 خواسته داشت انقلاب، خواسته 20 هم عفو عمومی بود، خمینی رو نپذیرفت در پاریس، 19 تا رو پذیرفت، 20 رو گفت بریم ایران چه خبره، آمد ایران، اعدام اعدام کرد. بعد از اون اعدام های اول آقای بنی صدر رفت تو دانشگاه شریف سخنرانی کرد، گفت ببینید الان اینا رو از بدترین ها شروع کردن، جلو اینا وانسین، بعدا سراغ شما هم خواهند اومد، به دانشجوها گفت. اما در اون زمان در واقع مقاومت جامعه در این زمینه حالا سازماندهی نشده بود میشه گفت، یا میشه گفت یه قسمتی از جامعه، مثلا به عنوان مثلا من یادم دوست من، یه دوست بسیار قدیمی من، همین طرفدار فدایان اکثریت بود، او معتقد بود باج اعدامام شده بود و خشونتام شده بود و تو خیابونا برای یه اعلامیه میگرفتن میگفتش نه اینا لازمه، این چیزی نیستش. خب اونو جزء مردم دیگه، بنابراین در بین مردم هم این بعضی از این مسائل بود. اما اینکه چند درصد مردم بودن خب این آمار باید گرفته بشه، ولی اینو من میتونم بگم که خشونت در جامعه ما وجود داره، قدرت در جامعه ما وجود داره، اعتیاد به قدرت در جامعه ما وجود داره به اندازه‌های مختلف. قدرت همه جا هست، قدرت اونجایی که ما فکر میکنیم که نهاد رسمی هست فقط نیست، نه، تو خانواده هست، تو ما هست، توی هر کدوم از ماها هست، توی ادارات هست، همه تو. حالا چرا؟ به این علت که تا به این فکر رو داریم که در جایی از جاها لازمه که زور استفاده کنیم، این قدرت هم سر ما هست، در جایی از جاها لازمه که در واقع خشونت رو با خشونت جواب بدیم، این مشکل هم سر جاش خواهد موند. زمانی که این فرهنگ حقوقی گسترش پیدا بکنه هستش که اون زمان میدانیم که نمیشه با انرژی های منفی، نمیشه با احساسات منفی مثل کینه، نفرت اینا راه حل پیدا کرد، بلکه میتوانیم خشونت مضاعف ایجاد کنیم. بنابراین در مقابل خشونت لازمه که بدانیم که ما داریم خشونت رو دو برابرش میکنیم، مضاعفش میکنیم، یا اینکه از میزان خشونت میکنیم. با خشونت زدایی ها روش های 22 گانه خشونت زدایی میتونیم از خشونت ها بکنیم، اما اگر بخوایم خشونت رو با خشونت جواب بدیم، دندون رو با دندون بشکونیم، خشونت اضافه میشه. بنابراین در اینجا یه سوالی از آقای صدارت مطرح میشه، بنابراین رسانه نقش آموزش حقوقی هم داره، و موقعی که نقش آموزش حقوقی پیدا میکنه
لازم میشه که حداقل رسانه‌های تخصصی هم، تخصصی روانکاوانه، جامعه شناسانه و جنبه‌های دیگه آموزش انسانی هم وجود داشته باشه. این رسانه‌ها باز به اون سوال اول من برمیگرده، این باز به اینجا میکشه که یه ده خاصی میرن اونا رو گوش میکنن، اونایی هم که لازمه گوش بکنن گوش نمیکنن. اون چیزی که فکر میکنیم، اون کسی که میخوایم گوش بکنه گوش نمیکنه. کتابی که مینویسیم خود همون روشنفکرا مجبور میشن بخونن، اونایی که باید بخونن نمیخونن. همین مشکل سر جاش میمونه. بنابراین اون سوال اول من مطرح میشه، آیا ما میتوانیم در جای از جاها مستقیم عمل کنیم؟ شمایی که در این زمینه مشخص اظهار نظر نکردی چگونه است؟ رفراندوم داخل اداره ها بذاریم، در جاهای مختلف نظر سنجی کنیم و بعد از اینکه نظر عمومی رو فهمیدیم در رابطه با اون عمل بکنیم. آیا این به نظر شما راه حل مناسبی است؟ حالا از طریق رفراندوم، نظر سنجی، یا از طریق رابطه تنگاتنگ و نفر به نفر، یا در به در، حتی مثل بعضی انتخاباتی در بعضی از کشورها مثل خود ایران شد، در امریکا هم زمان اوباما دیدیم در به در میرن با مردم صحبت میکنن. بله، خیلی ممنون، مرسی. در صدارت اصفای میکنم آقای شایگان و آقای سعادتی مجدد دستشون بالا هستش و زمان طولانی، اگه اجازه بدید بشنویم این دوستان رو. آقای شایگان بفرمایید، خواهش میکنم. خب بس که آقای شایگان نمیدونم چی شد. آقای سعادتی شما رو بشن. وقتی ما صحبت میکنیم مثلا میگیم مردم در ظلم هستن، کسی خامنه ای رو جز مردم تصور نمی کنه، چون خامنه ای جز حزب هست. شما چیزهایی که گفتین همش احزاب بود، من منظورم مردم عادی بود. مثلا یک سوپرمارکت از کشتار یک نفر خوشحال نمیشد، نمی اومد بیرون شیرینی پخش کنه آخچون اعدام کردن. کسانی بودند که جزء بدنه جمهوری اسلامی بودند و باعث شدند که انقلاب اتفاق بیفته. اونها بودند که دوست داشتن که اعدام اتفاق بیفته، دقیقا مثل همون دینشون که میگه وحشت را بنداز و بتونی که به قول معروف حکومت کنی. و این چیزایی که شما توضیح دادید از مردم نبود، از حزب‌های خودشون، یعنی از همون جلادهایی بود که توی ایران اومدن و کشت و کشتار کردن. و من هم دارم این رو میگم، این دیگه الان با رفراندوم جور در نمیاد که بریم همه پرسی کنیم. وقتی که خبر میاد دو عملیات توپخانه‌ای با موفقیت در کشور انجام شد، این جنگه دیگه. این با در به در رفتن که بگیم به نظرت خوبه آقا، خوب نیست فلان، با این جور در نمیاد. وقتی دو تا عملیات توپخانه‌ای داخل کشور داره انجام میشه، وقتی با گلوله جنگی میزنن مردم رو میکشن، وقتی وسط خیابون تیر خلاص دارن میزنن تو جمجمه مردم، دیگه به نظر من رفراندوم و اینا، ببین ساختمون یه دونه پله داره و این پله از اولین پله شروع میشه. این اعتراضات مدنی همین پله اول بود، دیگه گذشت. الان دیگه ما داریم میریم سمت انقلاب، دیگه اصلا دیگه بهش نمیاد، اصلا برازندش نیست بهش بگی اعتراض. یعنی به هیچ عنوان دیگه نمیشه لباس یک سالگی رو تو تن 43 سالگی کرد. جمهوری اسلامی ایران رو نفهمید، واقعا جمهوری اسلامی نفهمید و اومد لباس یک سالگی رو به زور میخواست تو تن 43 سالگی جوانای ما کنه، که نمیشه آقا، امکانش نیست. یعنی بالا برن پایین بیان، این رژیم رفتنیه و باید هم بره. جوانها همین رو میخوان، غیر از اینم دیگه چیز دیگه ای نمیخوان. اونها میکشن، بچهای ما اسلحه نداشتن، وقتی میگرفتنشون بچهای ما داد میزدن ولش کن ولش کن، هیچ کدوم نه تفنگ در می آورد نه نارنجک مینداخت. اما وقتی دیدن برادرامون خواهرامون داره کشته میشن، اینا هم شروع کردن و به نظر من، نظر شخصی منه، بهترین کارو کردن. چون توی رینگ اگه گاردت پایین باشه قشنگ میزنن میخوابونن از زمین. ممنون. ممنون جناب آقای سعادتی. البته عرض کنم خدمتتون، شما فکر کنم از اول جلسه نبودین. این صحبتایی که الان انجام شد در واقع در مورد بعد از زمان پیروزی، حالا همین انقلابی که شما میگین بود. و حالا اگر که دوست داشتین پیشنهاد میدم که اول فیلم رو هم ببینید حتما. آقای شایگان میشنویم شما رو، بفرمایید. بله، درود مجدد. من دو نکته رو مثلا عرض کنم. یکیش در مورد همون بخش قبلی صحبتام که آقای رایی
تشریح کردم به خوبی. من می‌خواستم بگم که بله، مردم عام جامعه جمهوری اسلامی رو می‌خواستن، چون فقط جمهوری اسلامی یعنی آخوندها رو می‌شناختن، احزاب رو نمی‌شناختن. ما وقتی از عام جامعه صحبت می‌کنیم، از کوچکترین روستاها تا بزرگترین شهرها رو در بر می‌گیره دیگه. همه افراد جامعه لزوما تحصیل کرده و روشن فکر نبودن، اینا همه‌شون پامنبری بودن، مردم عام، و آخوند رو می‌شناختن و بنابراین جمهوری اسلامی رو می‌خواستن، اسلام رو می‌خواستن. این یه بحثه. مثل یک مثال بزنم، مثل زمانی که هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری و اکثر مردم عام جامعه چون هاشمی رفسنجانی رو می‌شناختن به اون رأی می‌خواستن بدن، یا حالا رأی دادن، حالا رأیش دزدی شد، حالا با اونش کاری نداریم. منظور این که شناخت مردم نسبت به آخوند تا احزاب، مردم قطعاً آخوند رو می‌شناختن. این مورد اول. مورد دوم در مورد رسانه‌ها. رسانه‌های سال یعنی پیش از سال 57 مخصوصاً رسانه‌های غربی مثل بی بی سی فارسی، نقش تا اونجا که من شنیدم و خوندم نقش خیلی مهمی داشتن در شکل‌گیری جهت‌دهی در واقع ذهن مردم به سمت جمهوری اسلامی و آخوندیسم. آیا این صحت داره یا نه؟ ممنونم. بله، جواب بدم. بفرمایید. خواهش میکنم جناب صدر. آنچه که من میبینم از رسانه‌های قدرت پیشه مثل بی بی سی، مثل صدای امریکا، اینا همشون از یک قماشن و مثل دولت مطبوعشون اصلا نمیخوان که در کشوری مثل کشور ایران که به قول آقای گریسیک قلب تپنده دنیای اسلام هست، مردم سالاری باشه، و همون موقع هم نمیخواستن. جهت ببینید، یه موقع هستش که اگر بی بی سی یه چیزایی رو گزارش نکنه و نگه، اصلا از حیز انتفاع خارج میشه. بی بی سی سخت‌ترین سانسورها رو به اسم بنی صدر اعمال میکرد. خب حالا اسم بنی صدر، منظور بیشتر ابوالحسن بنی صدره، ولی چه ربطی داره به خانم دکتر فیروزه بنی صدر؟ مجبور شد برای اینکه خانم دکتر فیروزه بنی صدر یک روشی رو ابتکار کرد، خلق کرد، ابداع کرد که جان مریض بسیار مسن، بسیار ضعیف، رو به موت رو در عرض چند ساعت نجات داد، و همون روش خلاقانه و مبتکرانه رو به کار برد برای اینکه بقیه هزارها آدم رو جانشون رو نجات بده و جانشون رو نجات بدن سایر اطبا، و الان تبدیل شده به یک روش متداول برای درمان بیماری کووید و اون نارسایی تنفسیش و اینجور چیزها. ولی اگر که شما تشریف ببرید، اگر هنوز ورش نداشته باشه، مصاحبه اجباری بی بی سی رو با خانم دکتر فیروزه بنی صدر ببینید که چجور اونو داره سعی میکنه هدایتش کنه، اونی که اون میخواد و بگه و یک به اصطلاح رفع مسئولیتی کرده باشه. بابا این درسته که جایزه گرفته از به اصطلاح مراکز بسیار مهم تو فرانسه، و درسته که حالا دارن رویهش رو همه دنبال میکنن، نمیشه نیارمش تو بی بی سی، ولی یه جوری بیارم خرابش کنم، یه جوری بیارم اونجوری که بگن بی بی سی زیادم ضد بنی صدری نیست. همین اتفاق افتاد سال 57. بی بی سی میگن مستقله، ولی مستقل نیست. الان که میدونیم چه شکلیه که یک عده اصلاح طلب که کوچ جمعی کردن از ایران، جذب این رسانه ها شدن، از جمله بی بی سی، از جمله صدای امریکا، از جمله سلمان اینترنشنال و بقیه جاهای دیگه، پول خیلی خوب بهشون میدن و اونجا میرن برنامه تهیه میکنن و مجبورن یک ملاحظاتی رو داشته باشن که نگن اینا یک سوگر هستن، یک سونگر هستن. همون موقع هم همینطوری بود. آیا واقعا بی بی سی که عنصری از مجموعه دولتی دولت بریتانیای کبیر هست، واقعا دلش میخواست این دولت تو ایران یک نظام مردم سالار برقرار بشه و مستمر بمونه؟ نمیخواست که، ولی مجبور بود برای اینکه مورد قضاوت قرار نگیره بگه من بیطرفم و یه چیزایی رو میگفت. این چیزیست که من یادم میاد و موج کوتاه بی بی سی رو ما با اشتیاق گوش میکردیم. اون کارهای شیطنت هایی هم که میکرد در فهوای کلامش واقعا
مشخص بود که چی هست چی نیست. آقای سادتی عزیز یک مطلبی رو مطرح کردن که انقلابه. احسنت به شما آقای سادتی عزیز، اگه هنوز هستن اینجا. احسنت. یکی از چیزهایی که ما مشکل داشتیم با افکار عمومی اینه که اصلا صحبت انقلاب رو بکنیم. اینا میخوان دوباره حرف انقلاب رو دارن میزنن. الان ببینید آقای سادتی چه راحت گفتن شوخی نداشته باشین با خودتون، انقلاب کمتر از انقلاب نیست، و به درستی فرمودن، به درستی فرمودن که این یک انقلاب هست. چرا؟ برای اینکه مردم ایران منقلب شدن. انقلاب چیز بدی نیست. مثلا انقلاب صنعتی بد بود، انقلاب الکترونیک بد بود، انقلاب مسیحیت بد بود در دوران رنسانس با اون به اصطلاح انکیزیسیون کلیسا. اینو بگیم که انقلاب 1357 وای وای وای، اینا انقلابی هن و باز دوباره میخوان انقلاب کنن. ولی افکار عمومی جهت داد به طرز فکر عمومی، به افکار عمومی که بزرگترین ابرقدرت دنیا آمریکا نیست، بزرگترین ابرقدرت واقعی، ابرتوانا باید بگیم، قدرت لفظ زیاد خوبی نیست، ابرتوانای دنیا افکار عمومی است. خب حالا اونا هستن، بی بی سی کار خودشو میکنه، صدای امریکا و اسرائیل و پوتین و اونا هم کار خودشون میکنن با رسانه‌های قدرت پیشه‌ای که در دست دارن، ولی ما هم بیکار نشستیم. اونو بهش میگن اثر بال پروانه‌ای. ممکنه که ما بودجه عظیم بی بی سی و صدای امریکا رو نداشته باشیم، ولی بی اثر هم نیست. این حرفایی که ما داریم میزنیم خودش رو پیدا میکنه. آقای رایی یک فرمایشی کردن که درست بود و غلط بود. درست بود به این ترتیب که اونایی که باید گوش بدن نمیدن، اونایی که باید اون کتاب رو بخونن نمیخونن. ولی اینطور نیستش که اونایی هم که نخوندن تحت تاثیر اون کتابی که نوشته شده قرار نگیرن. اینطور هم نیستش که اونایی که باید گوش بدن و ندادن تحت تاثیر قرار نگیرن. یک حالت مثل اسموز بهش میگن، نشت میکنه. همون جور که به اصطلاح کووید سرایت میکنه، حقوق مداری هم سرایت میکنه. حالا باز یه مثال من برای شما میزنم. خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه بود در امریکا. همون موقعی بود که به اصطلاح عراق هم حمله شده بود، به افغانستان و این حرفا. در یک برنامه زنده داشتن اینا برنامه پخش میکردن و سوال مطرح میکردن از خانم هیلاری کلینتون در مقام وزارت خارجه امریکا. یکی اومد سوال کرد برنامه زنده بدون به اصطلاح پیش بینی شده سوال و جواب ها. یکی اومد گفتش که آقای خانم کلینتون که شما مال امریکا هستی، شما اومدی این ور رو زدی افغان ها رو نجات دادی، اون ور رو زدی عراقی ها رو از صدام خلاص کردی، خب بیا به کشور ما بزن حمله بکن، ما رو از شهر آخوندا نجات بده. بلا فاصله، فل بداهه، بدون یادداشت، بدون از پیش تهیه کردن، از دهنش پرید بیرون به درستی ده شما نخواستین از ما. کی نخواست یا خواست از خانم هیلاری کلینتون و امریکا؟ بله ما نخواستیم، ولی چجوری فهمید که نخواستیم؟ چجوری گفتیم بهشون که نمیخوایم شما فضولی موقوف به کشور ما حمله نکنیم؟ با همین کارا. اینا بی اثر نیست. یه موقعی بود قبل از این که این انقلاب داده ورزی و دیجیتال انجام بشه، یک برنامه رو تو تلویزیون امریکا نگاه میکردم. یک مامور CIA بود با اسم مستعار و یه مقدارم معلوم بود گیریم کرده، اومد بود پشت تلویزیون باش مصاحبه میکردن، میگفتش که کاشکی ما اون قدرتی رو که مردم ایران فکر میکردن ما داریم و داشتیم، که همه جا جاسوس داریم ولی نداریم. 80-85 به بالا 90% اطلاعاتی که میگیریم از روزنامه هایی که در داخل خارج ایران به زبان فارسی ایرانی ها منتشر میکنن است. خب حالا به صورت دیجیتال شده. مثلا روزنامه انقلاب اسلامی وقتی که کاغذی بود، روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت، یکی که سر ساعت و سر دقیقه آبونمانش رو پرداخت میکرد سفارت امریکا در برلین بود جهت اطلاعی شما، به خاطر تحلیل ها و مجموعه خبرهایی که اونجا منتشر میشد. خب حالا دارن چیکار میکنن؟ حالا در تمام این رسانه‌های دیجیتال هست. اصلا هم لازم نیست برن همه رو بخونن مثل اون موقع که نفرات داشتن میخوندن رسماً این روزنامه ها رو. الان برای چی هستش که گوگل، اون جیمیل
نمیپذیره که جیمیل رو انکریپتدش بکنه که از فرستنده به گیرنده به صورت عجق وجق در بیاد و فقط گیرنده و فرستنده خبر داشته باشن که اون تو چیه، انکریپشن، برای اینکه میخواد ببینه چه خبر اون تو. من یه ایمیل زدم به برادرم گفتم این کفش ورزشی که تو خریدی این خیلی خوب بود، اسمش چی بود؟ اون به من ایمیل زد که فلان چیز از فلان جا اینجوری حرفا. تا دو هفته واسه من تبلیغات کفش کتونی میومد. حالا اون که کفشه، حالا سیاهی هم ممکنه بخواد کفش بخره، ولی یه چیزای دیگه مورد نظرش هست که برایند و جمع جبری افکار عمومی ایرانیان در داخل و خارج امریکا ایران چیست؟ آیا موافق حمله هستن که بریم حمله کنیم؟ چرا نکردن حمله به ایران؟ در صورتی که شاید قبل از دهه 1980 میلادی میخواستن ایران رو تیکه پاره بکنن با حمله و بعد اجرایش کردن توسط صدام و باز موفق هم نشدن. بسیار مهمتر هستش ایران تا افغانستان و عراق و سوریه، اینا مجموعهش که بزنین رو هم دیگه به اندازه ایران درشون مهم نیست. چرا حمله نکردن به ما؟ اون موقع هم که خیلی، حالا میگه بعد از این ضرر ابله هم مگر خم کنم کمر زیر بال دل که دوباره حمله کنم به یک کشور دیگه. به سوریهش هم نتونست اونجوری حمله کنه، یه جورایی دیگه فتنه گری کردن. برای اینه که جمع جبری افکار عمومی، همین ایمیل هایی که به هم دیگه میزنیم، همین پست هایی که میکنیم، اینا همه شنود میشه. اینا همه چه گفتاری صوتی چه به اصطلاح نوشتاری، اینا با اون AI، اون هوش مصنوعی که هست، اینا اندازه گیری میشه که چی میگن، کی میگه، چی میگه، چند درصد میگن حمله کن، چند درصد میگه حمله نکن. برای این هستش که به شما من تبریک میگم، به خاطر اینه که یک در جمع کردید از تمام دنیا و دارید این کار زیبا رو انجام میدید. صرفا فقط این جلسه‌تون نیست، این کارهای بسیار با ارزشی که ظرف چندین و چند سال آقای شفایی و دوستانتون کردین، این نمیتونه اثر نداشته باشه در اینه که به غرب بگوییم فضولی موقوف. و آقای پوتین هم همینجور، ما خودمون میتونیم سرنوشت خودمون تعیین کنیم، شما هم کاری نداشته باشید. اون اثر بال پروانه هم از همین جاها، این پروانه های آزادی و صلح و عشق محبت، اثر بال پروانهشون به ماورای دنیا میرسه. تبریک میگم به خاطر کاری که میکنید، دستتون درد نکنه، خسته نباشید، انشالله که بیش باد. بسیار عالی، خیلی ممنون جناب آقای صدارت. دوستان اگر نظری دارید خوشحال میشیم بشنویم. در غیر این صورت بله، آقای انصاری اگه اشتباه نکنم بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت شما اساتید گرامی و دوستان محترم. من دیر به جلسه رسیدم و موفق نشدم که صحبت‌های دوستان رو کامل گوش بدم، ولی واجب دیدم که توی همین مدت کم هم از فواید و ثمرات این جلسات استفاده کنم و بازم وارد جلسه بشم، حداقل تو 30 دقیقه آخر خیلی کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون توی همین مباحثی که مطرح شد. فقط یک نکته رو فقط من می‌خواستم بگم خدمت شما که ما توی ایران چندین سال توی ذهن مردم به عمد فرو برده بودن که انقلاب خوب نیست. همیشه میگفتن انقلاب درگیری داره، انقلاب ارتجاع داره، انقلاب بعدش مشکلات ترور و درگیری های مسلحانه پیش بیاد، بحث تجزیه پیش میاد. و این یه ترفند خیلی هوشمندانه از جانب خود مملکت بود که بعد اومدن یه طیفی هم به نام طیف اصلاح طلب درست کردن که این طیف اصلاح طلب هم دیگه دستشون برای همه رو شد. ولی سالهای سال، 2 تا 8 سال با خاتمی، چندین سال با رفسنجانی و 8 سال با روحانی، مردم رو فریب دادن، جوری که مردم بعد از انتخاب اینها که خودتون دیگه مستحضر هستید که چه هیولاهایی بودن و کوچکترین اقدام برای مردم نمی کردن، اومدن و توی خیابونا جشن گرفتن. تعداد افرادی که اون موقع اومدن جشن گرفتن، باور کنید از تعداد افرادی که الان برای اعتراض اومدن بیرون بیشتر بود. و من در تایید صحبت‌های دوست عزیزمون که فرمودن این دیگه اعتراض نیست، بله
اون ترفندی رو که رژیم داشت بابت این که نه انقلاب نکنید، ما باید همین جامعه رو اصلاح کنیم، و 43 سال این جامعه رو به همین ترفند نگه داشت، دیگه من فکر میکنم وظیفه ما هست که این رو باز تبلیغات بیشتری انجام بدیم، حتی اگر یه طیف کمی از جامعه ما هم هنوز مخالف با این بحث انقلاب و دگرگونی هستن، اونا هم متوجه بشن که این ترفند خود دولت جمهوری اسلامیه. بسیار ممنونم ازتون که وقت رو در اختیار من گذاشتید. متشکرم. تشکر همه دوست. ممنون از شما. خب جناب آقای صدارت اگر که جمع بندی دارید، آقای شفایی رو بشنوید. بفرمایید. خواهش می‌کنم آقای شفایی. من سلام میکنم و تشکر میکنم از همه دوستانی که حاضر هستن، و متاسفانه اولش نتونستم باشم به خاطر مهمونی که داشتم و موضوعی که داشتم تو خونه نشد، ولی در کل بقیه رو که گوش کردم. یه مورد خواستم اضافی بکنم. بحث این بود که ما اگر سن انقلاب شد بعد به کسی اعتماد نداشته باشیم یا بریم مطالعه کنیم آدم ها رو بذاریم. من یه جمله اضافه میکنم به تمام جملاتی که صحبت شد. ما باید خودمون احساس مسئولیت داشته باشیم حتی برای انتخاب شدن، نه اینکه انتخاب بکنیم، انتخاب بشیم. یعنی خودمون رو کم نگیریم، خودمون احساس مسئولیت کنیم، بگیم آقا من این مسئولیت رو میتونم انجام بدم، بعد برم دنبال این که از آدم ها رأی جمع کنم و برم این کار رو انجام بدم. یعنی در واقع زمانی یه انقلاب میتونه مفید باشه که احساس مسئولیت در این حد باشه که خودمون رو کوچیک نگیریم و خودمونم هم قواره اون حرکت بدونیم. یعنی تک تک آدم ها این احساس مسئولیت رو داشته باشن و برن برای اون کاری که دلشون میخواد انجام بدن. من برای این که به اصطلاح یه مطلبی رو اضافه کنم، در واقع متاسفانه ما دو تا جریان دیکتاتوری رو داریم عبور میکنیم ازش، یک پهلوی که پادشاهیه، یکی هم که ولایت فقیهیه. در واقع این دوتا جریان دیکتاتوری واقعا باعث شدن که ما مردم نتونیم رشد بکنیم، نتونیم اندیشمون اون چیزی که باید باشه، یعنی حق ذاتی و شهروندی خودمون رو نتونیم پیدا کنیم، برای اینکه نگذاشتن بخونیم، نگذاشتن بشنویم. هر کیم راجع به اینا حرف زد گرفتن انداختنش. ما آقای پوینده پوینده یه کتابی نوشت در سال 76 به نام حقوق بشر به زبان ساده، در ماه مهر منتشر شد، در ماه آذر ایشون رو قطع وسط بیابونا پیدا کردن. یعنی فقط میخوام بدونید که چقدر اینها در واقع راجع به این قضایا بد فکر میکنن، و الان هم این همه فعال حقوق بشر، فعال حقوق زن قبل از این حرکت ها تو زندان ها هستن و دارن اسیری میکشن. به هر حال اما همه این گرفتاری ها برمیگرده به همون رادیو تلویزیون ناکارآمد که هم در دوره پهلوی همین حرکت رو میکرد، چه در الان. همون موقع هم موقعی که میخواست انقلاب بشه، خب یه سری از کارمندا اعتصاب کردن و کار انجام دادن و دولت ازهاری مجبور شد که یک سری ارتشی رو بیاره تلویزیون، و اصلا گوینده ها عوض شدن، عرض کنم موضوع عوض شد، فقط فیلم سینمایی میذاشم اینطوری با چهار تا آدم جدید. من یادم دیگه این به قول معروف اونا که عاشق فیلم و اینا بودن دیگه اونجا پای تلویزیون و سریال. به هر حال من امیدوارم که در واقع تلویزیون 5 فکر میکنم الان شروع شده، 4 تا از گوینده ها استعفا دادن رفتن. امیدوارم که این حرکت در جمع رادیو تلویزیون هم آغاز بشه، احساس مسئولیت ها بیشتر بشه. اون آقای کرمی هستش که از بچه های هنرمند و طنز پرداز بود که الان توی فکر کنم انگلیس یا آمریکاست، شروع کرده علیه جمهوری اسلامی کار کردن، و این در واقع خودش نشون میده که این در واقع این حرکت جوانای ما تو مملکت داره اثرات خودش رو یواش یواش داره میذاره، و من امیدوارم رادیو تلویزیون ما هم در واقع به همین سبک و سیاق زمان انقلاب سریعتر البته بریزه و در واقع
جمع بشه. خسته نباشید. من تشکر می‌کنم جناب صدارت ازتون، خیلی ممنونم و خوشحال میشم که باز جلسات ما چون این هفته همینطور جلسات ما به عنوان حق اعتراض در واقع ادامه داره. خواهش میشم میکنم که تشریف داشته باشید، باز بیاید و دوستان ما هم که خیلی عالی، من خودم کیف میکنم، دوستان ما هم همکارای ما هم سوال جواب میکنن، تو موضوع هستن و خودم هم این تیکه آخر هم همینطوری دیگه، فقط خواستم بیشتر تشکر کرده باشم از شما، وارد صحبت شدم، دوستان بنده کافی روشن هستن. مرسی. من مایک آزاد بودم. ممنون جناب آقای شفایی. جناب رای شما رو بشنویم، بعد دیگه در خدمت آقای صدارت هستیم برای پایان جلسه. بفرمایید. خیلی ممنون. من خواستم بگم که دو تا نکته رو میخوام بگم. خیلی ممنون از صحبتایی که همه دوستان داشتین و با هم گفتگو داشتین، همینطور از آقای صدارت به خاطر تمام توضیحات مفیدشون. خواستم یه نکته رو بگم. اگر کتابخانی یا روزنامه خانی در ایران تیراژش پایین آمده، به این علت که مردم اصلا همچین روزنامه هایی رو نمیخوان، حالا کتابخانی اومده پایین. اما توجه داشته باشیم در سال 57 ما تیراژ روزنامه های بالای 500 هزار داشتیم، حتی کتاب های بالای 1 میلیون تیراژ داشتیم. میزان اشتیاق مردم به خواندن و فهمیدن زیاد بود. بنابراین اگر وضعیت فعلی کتاب و روزنامه در ایران وجود داره، یک مقدار به این علتی که در واقع تطبیق نداره با اون خواسته ها و نیازهای مردم، حالا علتهای دیگه هم داره ولی این یکی از علتهای مهمه. من در اینجا لینک یک کتابی رو در مورد اینکه اون اول انقلاب چه اتفاقهایی افتاد و چگونه آخوندها درگیر شدن با دموکراسی مردم، با انتخابات مردم رو به اینجا میذارم. اسمش از تقابل دو خط. این کتاب برای اونایی که میخوان بدانن چه اتفاقاتی افتاد، تنگاتنگ چه اتفاقی افتاده، بسیار مفید هست و نشان میده که چگونه هر جایی که اسم دموکراسی بود، هر اسم آزادی بود، اسم استقلال بود، اسم در واقع خدمت به مردم بود، دقیقاً دشمنی با اینها هم فوراً پیش می آمد. یعنی یه عده تصمیم گرفته بودن که بجنگن با مردم، بجنگن با تمام جنبه های دموکراتیک یک حرکت انقلابی بجنگن. همین. خیلی ممنون، مرسی و امیدوارم که این جلسات خوبی شما ادامه داشته باشه. مرسی. متشکر از حضورتون آقای رایی. ممنونم. جناب صدارت در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خیلی ممنونم از همه دوستانی که به من منت گذاشتن و سوال مطرح کردن، آقای شایگان به خصوص، خانم بیرجندی، آقای رایی، آقای مهراد، آقای سعادتی و همچنین البته آقای شفایی. و خیلی خوشحالم که در جمع دوستان خودم رو میابم. لینک این کتابی رو که الان اینجا نشونتون دادم رو میذارم اینجا، دوباره قبلانم گذاشتم. خیلی خیلی خوشحال میشم اگر که دوستان نمیتونید به صورت رایگان دانلودش بکنید، اگر که انتقادی چیزی به نظرتون میرسه رو اونم بر من منت خواهید گذاشت و ممنون میشم که با من تماس بگیرید. جلسه خیلی خوبی بود و از برگزار کنندگان بسیار بسیار متشکر هستم. یک به اصطلاح پیامی رو که در عرایز من به تنهایی نبود، در فرمایشات شما عزیزانم بود، هر کدوم که صحبت کردید چه مستقیم و چه غیر مستقیم، اهمیت اعتماد به نفس بود. اهمیت اعتماد به نفس در دو سطح، در سطح فردی و در سطح جمعی. مثلا آقای شفایی به اسم عرضم به خدمت شما کاندید شدن و نامزد شدن ازش ذکر کردن. بالاخره از مریخ که نمیارن که. شما جوانانی که به اصطلاح اینجا هستید، این فرمایش آقای شفایی رو راجبش فکر بکنید، ببینید که اگر که ما خودمون رو توانا ندونیم به اداره کشور در زمینه‌های مختلف، حالا داریم راجب رسانه‌ها صحبت میکنیم و در هر جای دیگه که مربوط میشه به عرضم به خدمت شما تدبیر امور کشور در سطح کلان، خودمون رو نامزد نکنیم، قطعا اون خلایی که پیش خواهد آمد توسط زورمداران پر خواهد شد که با اینه که بخوان منافع خودشون رو بهش برسن به حقوق ما تجاوز خواهند کرد.
الان توی اینستاگرام این برنامه داره به صورت مستقیم پخش میشه. من از من پرسیدن که چطوری میتونیم لینک کتاب دسترسی داشته باشیم. این رو من نمیتونم متاسفانه تو اینستاگرام بذارم، اگر که شما به من ایمیل بزنید با کمال میل براتون میفرستم. تو سایت هم هست، ایمیل هم هست sedarat.md@gmail.com، یا تو سایت هم هست alisedarat.com، تو قسمت کتاباش پیدا میکنید. خیلی ممنونم که علاقه نشان دادید خانم یا آقای الیپوف، اگر که اشتباه نکنم چشم درست نمیبینه، ممنونم از اینکه علاقه نشون دادید. عرض دیگه ای ندارم مگر اینکه فرمایشی داشته باشن دوستان. از آقای شایگان به خصوص تشکر میکنم از صحبت خیلی خوبی که فرمودن. مرسی. سپاسگزارم جناب آقای صدارت، ممنون که تشریف آوردین و دعوت ما رو پذیرفتین و استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار عالی شما و امیدواریم که در جلسات آینده هم حضور شما رو داشته باشیم. و همچنین مجددا از آقای رایی هم تشکر میکنم که مثل همیشه حمایت میکنم و تو جلسات تشریف دارم. خب من خسته نباشید میگم خدمت همه عزیزان. این جلسه در تاریخ 20 مهر 1401 برابر با 12 اکتبر 2022 در ساعت 20:15 به اتمام رسید که من از دستاندرکاران برنامه خانم آیلار اسماعیلی منشی جلسه، ضبط صدا و ادمین ها آقای سعید پورمند، خانم شهلا شاهسبنی و سرکار خانم لیلا رمضان تشکر میکنم. شب و روزگارتون خوش.